دوستان عزیز با سلام و با این امید که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه، آینده‌ای روشن‌تر، فردایی شادتر. امروز دوشنبه است، 18 ماه فوریه سال 2019 میلادی و برابر است با 29 بهمن. اون وقتا 29 بهمن روز نفت بود، چی بود؟ انقدر روز داشتیم همش شب شد، تموم شد، باطل شد، رفت. حالا اینقدر روز جدید برامون آوردن، تولد این تولد اون، که دیگه نمیدونیم کی به کیه و کجا به کجاست. اگه لطف کنید برنامه ما رو با دوستانتون هم شیر کنید تا اونها هم ببینن که شما چه فکری دارید، چه اخلاقی دارید، چه طرز فکری دارید. حتی اگر با من مخالفید، با صحبت من مخالفید، بنویسید که بیا گوش کن ببین این دیوانه نادان چی میگه. در صورت ممنون و متشکرم. همینجور که میبینید نوشته شما تماشا کنید، نظر بدید و در برنامه های آینده مهمون ما باشید، یا اینجا نوشته شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، که این رسمی هست که ما از سال 2003 که تلویزیون مردم رو بنا کردیم، همچین حالا ما انگار رفتیم مثل آقای ترامپ ساختمون ساختیم. والا این ساختمونی که ما ساختیم بهتره، اقلا وجود داره، میبینیم. ترامپ که فقط اسمش رو میذاره روی این ساختمون ها، گند اونا رو در میاره. الان ساختمون هایی که این اسمش روش هست، یکی پس از دیگری افرادی که اونجا رو کرایه کردن یا احیانا آپارتمان ها رو خریدن چیز میکنن، استشهاد، تومار، درخواست همگانی که این اسم ننگین این رو از روی ساختمون ها بردارید. و چرا ننگین؟ اگه برنامه ها رو پی بگیرید، جمعه روزی بود که باز دوباره این بودجه آمریکا و اون 3 هفته مهلتی که داده بودن آخرین روز بود، و اونهایی که قانون اینجا رو میدونن از طریق قانون و مجلس و اینها آمدن گفتن خب اب نداره، این یک آدم، من همیشه گفتم به فامیل من میگم شما فکر کنید دارید میرید یه مهمونی، لباس خوب مرتب، منتظر هستید مثلا اتوبوس بیاد، یا آدمی با لباسهای پاره، بوی گند مشروب، بوی گند ببخشید ادرار، معلوم نیست اصلا کجا بوده، میاد به شما میگه $20 به من بده، اگه ندی الان یقت میگیرم، کت تو پاره میکنم، پیرن تو پاره میکنم، کیفتم میبرم. شما چه کار میکنی؟ شما $20 روش میدی، شروع میکنی از دست این یعنی ران میری فرار میکنی. در صورت ترامپ نماینده مجلس، مخصوصا اونایی که دموکرات بودن، باش این کاری کردن، 1 میلیارد خورده، 2 میلیارد دادن، هرچی عددها اینقدر صفر داره که من بلد نیست، دادن بهش. ولی این آمد چون میخواد طرفداران کم سواد و نادان خودش رو خوشحال نگه داره. دوستان بهتون بر نخوره، اگه شما طرفدار ترامپ هستید، شما از نظر من نادان هستید، یعنی چیزهایی رو درباره این نمیدانید. نادان کلمه بدی نیست. ترامپ میگه I don't know، من نمیدونم، من نادانم تو این قسمت. ما ایرانی ها هستیم که میگیم نادان، احمق. در هر صورت، و اگر میگم کم سواد، شما احیانا سواد و دانشتون درباره این مسائل آمریکا کمه، درست مثل کارکنای شرکت های ماشین سازی و زوباهن و این چیزهایی که مال اینجا هست، یا کارگرایی که در مزارع کار میکنن و اونها به اصطلاح زود گول حرفای اینو میخورن. خلاصه مطلب که این آمد و اعلام کرد که گوش کنید فقط به این حرفش، که من میتونستم اعلام نکنم ولی اعلام کردم. و بعدم دست زنش گرفت، زنش که چه عرض کنم، دست عروسکی که پولش میده گرفت و رفت وکیشن. شما به من بگید، شما به من بگید، به غیر از شاه کدام رهبری رو میشناسید که وضع مملکت در حالت اضطراری باشه؟ حالا باز صد رحمت به شاه، گفت من مریضم، میرم خستگی در کنم، بیماریم خوب بشه، برمیگردم. این مردک که ادعا میکنه سالم ترینه، هر روز هم اینجا داره بازی میکنه و فلان، بلند شد دست زنش گرفت رفت. به من بگید چه کسی خونهش، منزلش، کوچهش شرایط اضطراری داره و این بلند میشه میره وکیشن، تعطیلات، بلند شده رفته. چون تو آمریکا امروز روز تولد جورج واشنگتونه، پرزیدنشال دی هست، و این ماجراست. حتی خانم دوست عزیز من،
آقا دوست گرامی، شما دیگه از آن کالتر رو، از نمیدونم این تندروهای نئوکان و کانسرواتیو آمریکا که تندروتر نیستید. خانم ان کالتن که من چندین بار دیدمش و فکر کنم این آقای سردار کاوه سرداری میگفت چیمنی، چیمنی یعنی دودکش، دودکش خونه ها رو اینجا میگن چیمنی، و این از بس سیگار میکشه وقتی از اونجا میاد شما بوی سیگار خفت میکنه، انگار که توی تمام این فایبرهای لباس این و توی موهاش و اینا سیگار. این آمد گفت که he's an idiot یعنی این یک آدم احمقی هست، نادان فرق میکنه ها، احمقی هست. اون میگه به این احمق، ایرانیای ما، آقای بابک هروی، دیگران، عالی جناب ترامپ بیا ما را بزن، ما اشتباه کردیم، نمک نشناس بودیم. خود شما میگین شما انقلاب نکردین. خب این چه نامه دیوانه واری مینویسید که ما ملت ایران اشتباه کردیم؟ شما که میگید مردم ایران انقلاب نکردن، دست خارجی ها در کار بوده. سبکو ببینم، خارجی ها کیا بودن؟ آهان، خود همین آمریکایی ها بودن. ولی من امروز انقدر نادان احمق باشم که برای همین نامه می‌نویسم بیا من کمک کن. بابا شعر داریم، میگه پدر کشتی و تخم نمیدونم چی کاشتی، بذر فلان کاشتی، پدر کشته را کی بود آشتی، یه چیزی اینجوری. خب این رضا پهلوی اگه اینقدر غیرت داشته باشه نمیره سراغ کسی که باباش رو در به در کرد، کسی که باباش مریض بود راش نداد توی بیمارستان. ولی غیرت کو، پول همه چیز درست میکنه. یه ویدیویی هم گذاشته داره کباب درست میکنه، انگار که بیرون خوراک مجانی کم میخوره، تو خونه وایساده کباب درست میکنه. اینایی هم که طرفدارشن، آخ قربونت برم الهی خودت تا یه روز کباب کنی ما بخوریم، نمیدونم فلان بشیم بیسار بشیم. اونجا که شنیدی طرف با دوستش عاشورا بود، رفتن مراسمی که پلو میدن، نشستن و اینها، وقتی خوراک خورد گفت چطور بود؟ گفت خوب بود، ولی من سوالم اینه که چرا خورشت قیمه میدن روز عاشورا؟ گفت برای که آخه این یزید پدر سوخته امام حسین رو قیمه قیمه کرد. گفت آخه کاش که کبابش کرده بود. حالا اینم ماجرای آقا رضا. بله خب ببینیم که دنیا دستکی کجا هستیم، و خیلی خوشحالم که دکتر فخری سپهرار خانم، ما به شما بگیم فری یا بگیم فخری خانم. ما یه دوستی داشتیم اسمش فره بود، بهش میگفتن فری. اسم یکی دیگه فری، یه چیزی هست بهش میگن فره، یعنی اونی که ا بود گذاشته ا، اونی که ا بود گذاشته ا. خلاصه من این وسط ا ا او ان ان اون اشتباه کردم. یادتونه اون فیلم، بگید داستان ایرج چیز بیژن مفید نوشته بود و کارگردانی کرده بود و اینها، شهر قصه. این شهر قصه رو دوستان اون زمانی که من و شما دیدیم چیزی بلد نبودیم، چیزی نمیفهمیدیم. امروز برید یک بار نگاه کنید ببینید چی میگه و چه خبر بوده. ای کاش شاه نشسته بود دوبار این شهر قصه رو نگاه کرده بود که دوستاش رو بهتر میشناخت. دوستان شاه آخونده بودن. شهر قصه، خیلی ممنون. خانم بهیه جیلانی عزیز، این فیلم شهر قصه اوریجینالش هم هست، اصلیش که سیاه و سفیده و همون بیژن به صلاح بوده و حتی این داداشش اردلان یا اردوان مفید و این هم داخلش بودن، اون بهترینه. و الا اینجا تو کانادا و اینها بازسازی یا دوباره چیز کردن به اون خوبی نشد. واقعا برید به خودتون بدهکارید که روی یوتیوب اینو پیدا کنید، نگاه کنید و ببینید چی میگفت اون موقع. اون موقع ما بچه بودیم، نگاه خر میکردیم که اینجوری بود، نگاه فیل میکردیم که دندون شکست، نگاه آخونده میکردیم که گور پدر همه فدای اون بودن فلان، و ما دوزاریمون نمیافتاد. آقا تو دوره شاه هم آخونده همین قدرت رو داشتن، همینجوری کلک میزده. حتما حتما برید ببینید.
بله، میگه ما چه بدبخت هستیم که باید به امید ترامپ بشینیم. به قول فریدون فرخزاد، خاک بر سر ملتی که منتظر چراغ سبز آمریکا باشه. مگر همین آمریکا این بلا رو سر ما نیاورد؟ شما بگید اسم اول من را لطفا. چشم. خب فخری خانم، بله، در هر صورت من خوشحالم و یکی از افتخاراتم اینه که شماها بیننده برنامه من باشین. از این بیشتر افتخار میکنم که شماها لطف کنید همون جوری که هر هفته یک مقاله می نویسید درباره بیماری های مردم جهان، مخصوصا ما ایرانی ها، اونو با این شماره تلفن الان براتون میذارم زنگ بزنید، با صدای خودتون قشنگ بخونید و من اینو پخش میکنم. یعنی اگه شما دوشنبه تا دوشنبه این کارو بکنید، ما چهارشنبه ها روز بلیط بخت آزمایی اعلام میکنیم، چهارشنبه ها روز خوشبختی، بلیتمون برنده شده، صدای شما رو پخش میکنیم. اگه خواستید تصویر فیسبوکتون هم میزنیم تا دوستان با شما تماس بگیرن. من باور دارم این جاده ها خیابون ها باید دو طرفه باشه. این سوسن بیچاره هی میخوند، آخه عشق یک سره باعث درد سر ما نمیفهمیدیم. عشق یک سره 50%، عشق دو سره هست که 100%. ما باور داریم اگه یک کسی زحمت میکشه برای تلویزیون مردم، ما هم از این بعد باید تشکر کنیم و جبران زحمات ایشون. تنها کاری، کوچکترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که یه دوستی که صدای شما رو میشنوه، مقاله شما رو دیده یا شنیده، بدون شما کی هستید، کجا هستید، تا در آینده از مقالات بیشتر شما استفاده کنید. در اصل ممنون و متشکرم. ایشون گفتن حتما و من خیلی ممنونم که شما قبول کردید. و اما ماجرای آقا پتیک خودمون و اردشیر زاهدی، اگر یادتون باشه حدود 10 روزی پیش یک فیلمی رو از اردشیر زاهدی پخش کردم که زیرنویس داشت، چون گویا با یک خبرنگار خارجی یا با یک ایرانی که احیانا انگلیسی صحبت میکرده مصاحبه کرده بود و زیرنویس فارسی داشت و توضیح میداد که بله موقع الان ایران 85 میلیونه، الان ایران اینجور اینجور. خیلی از طرفداران پادشاهی و سلطنت طلب و شاه اللهی ها و اینا بهش فوش دادن که حتما این یه پولی از آخونده گرفته که اینجوری میگه و اینها. و آقای پتیک یک چیزی نوشته که من اون براتون میخونم، ولی من جوابم به پتیک این بود که پتیک عزیز، من روزی که اونو پخش کردم گفتم که ما اینجا میگن old saying، slang یا هر چیزی، ضرب المثل داریم که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. به نظر میرسه که این آقای زاهدی در پیری پرهیزگار شده، بازم بد نیست، بازم صد رحمت به دیگران. بعد گفتم ببینید این آقای زاهدی اگه یکم تاریخ بخونیم، فرزند کیه؟ فرزند اون زاهدی که برنامه کودتا و مصدق و اون آخونده و اینها. بعد این چه کاره بوده حقیقتا؟ این وزیر امور خارجه و اینا رو بریز تو سطل آشغال. شما وقتی در یک رژیم دیکتاتوری زندگی میکنی، مثلا وزیر امور خارجهش میشه جاکش، پا انداز، پمپ، نمیدونم وزیر دربار میشه آفتاب بیار. مثلا اگر حاکم بواسیر داشته باشه احتمالا شیاف و این میبره بهش میده و بزرگترین افتخارش شبم که میاد خونه برای همسرش تعریف میکنه، عزیزم نمیدونی امروز این افتخار نصیب من شد که شیاف شاهنشاه رو من ببرم دم خلق. ملت ها خودشون رو بدبخت میکنن، خودشون رو میارن پایین تا جایی که تیمسار دولا میشه دست رضا پهلوی 9 ساله رو میبوسه. خاک بر سر این تیمسار. این چجوری میرفته خونه جلو زن و بچهش؟ این به پسرش به دخترش میخواسته چی یاد بده که برای حقوق ماهیانه باید دولا بشی؟ آقای آریانپور یه مقاله نوشته خیلی قشنگ، نوشته آقا ما ملت بدبختی هستیم، 85 میلیون جمعیت، یه مصدق داریم، یه امیر کبیر داریم، نمیدونم یه میدون فلان داریم، یک پرسپولیس داریم. شما اینا رو نگاه کن، حالا اینجا رو ولش کن، این کشور جدیدیه، برو یونان، هر جایی که میری که کشور یه کمی قدیمی تره، هر کوچه هر خیابانش که میری یه نفر معروفه به نام اون کردن، نه اینکه خیابان پهلوی، میدان شاه، نمیدونم فلان. خب این هم میاد خرابش میکنه، خیابان خمینی، میدان ازگل، میدان امام حسین، میدان فلان. یعنی
از اون احمق به این احمق، این وسط بیچاره من، بیچاره شما، بیچاره مردم. ماجرای پتیک اینه. اگه اون روز شما به دلیلی نشنیدی، من گفتم آقا خوشحالیم که آقای اردشیر زاهدی داره حقیقت رو میگه، ولی گاهی وقتا حقیقت از افرادی که لو لایفن، پس فطرت بودن، شما نمیتونی بهش اطمینان کنی که آیا این داره درست میگه یا الان هم داره دروغ میگه. به همین دلیل شما وقتی میری تو دادگاه، اگر دادستان یا وکیل یا هر کسی باشه ثابت کنه که این آقا یا خانم، این شاهد یا این طرف چی میگن دیفندنت، مدافع، بچ دروغ گفته، بعد به هیئت جوری میگه که ببینید این اگه اونجا دروغ گفته، الان شما کجا میفهمید که این راست میگه یا دروغ؟ و این بهترین برگ برنده در دست وکلا، در دست دادستان، در دست قاضی هست. آقای اردشیر زاهدی، خب اون دوستمونم همشهری شیرازی، اون تعریف کرد که میرفتن نمرهشون رو میدادن سفارت، بهشون پول دادن و اینها، ما خیلی خوشحالیم. من حتی شنیدم یه دوست دیگه هم رفته بود اونجا، گفت وقتی نشست بودم اردشیر زاهدی اومد بره، گفت اینجا کجاست؟ گفتم که اینجا سفارت خونه است. گفت نه، اینجا خانه توه. گفت ما خیلی خوشحال شدیم. بعدم همون یه پول دانشجویی هم بهش دادن و رفت. در هر صورت این نمیشه به حرفای اینا اطمینان کرد، ولی باز هم صد رحمت به اینایی که میان اینو میگن. آقا خانم، من از هفته گذشته یک شنبه این برنامه های جی پی اس اگه نباشم ضبط میکنم، بعدا نگاه میکنم. یه برنامه رو دیدم، بعد با آقای لادن هم تو برنامه گفتم که این آقای برنارد هنری لوی، یه فیلسوف فرانسوی باید باشه، از این مواش و اینجوری پیچونده و اینا، و این فرانسوی هم یک کم مثل ما مغزشون پیچموراش شده، میگه که به اصطلاح تاریخ داره برمیگرده به قبل از پیدایش آمریکا، نه پیدایش آمریکای جمهوری، پیدایش آمریکا که اون کریستوف کلم یا امریکن وسپوسی آمد اینجا و فلان اینها، و اون موقع اون 5 تا امپراتور یا 5 تا پادشاهی که بودن تعریف میکنه، بعد یکی یکی میذاره، میگه شما نگاه کنین اردوغان چه کار میکنه، عثمانیان آدم هم. این خمینی خامنه اینا دارن چه کار میکنن، پادشاهی شاهنشاهی ایران، چین، روسیه، یک کشور دیگرش نمیدونم، حتما برید نگاه کنید. حالا چرا اینو گفتم؟ چون اینجا نوشتم برنامه فرید زکریا فبروری 10، چون دیروز 17 بود، 7 روز برید عقب‌تر میشه 10، 10 فوریه. و من وقتی اینو گفتم، آقای لادن چون محققه، میگه خب بذار ببینم این چی میگه، برم نگاه کنم. همینجوری فوری نمیاد مثل دیگران فوش بده، میگه آقا برو گم شو، ما نمیدونم فلان داشتیم، کوروش داشتیم. یه دوستی من میگه آقا ما در زمان کوروش با قاشق چنگال چی میخوردیم، حالا این آخونده رو نگاه کن که با کیک خوراک میده به این بچه‌ها. گفتم آقا روزای یه شنبه بیا اینجا نگاه کن این نکبتی که خدا میدونه اون پشت با این بچه‌ها که شم دستشونه چه کار میکرده، اصلا چرا قبا میکنن برای اینا که راحت تر باشه، نخواه شلوارشون هم در بیارن. میاد اینجا یه تیکه مثل پولکی اصفهان اینجوری دستشه، میگن میزنه تو شراب، میکنه تو دهن تو، با همین یه دست کثیف به همه همینو میده. یا تو بعضی از برنامه‌هاشون هست با همون یه لیوان به همه یه لب میده. بماند میگم آقا وقتی اینجا اینجوریه، حالا شما انتظار داری این آخونده در مثل یا جشن تولد بود یا جشن 40 سالگی انقلاب بود، یه کیکی رو درست کردن، آخونده اینجوری با دست کیک رو بر میداره. جالب و مصیبت اینه که اونی که میاد از این میگیره، پسر موهاش خوشگل، معلومه 2 ساعت فقط آرایشش کردن، چند تا خط اینجوری بندازن مثل عقاب باشه، ابروشو بردارن فلان میسار، اونم میاد با دست میگیره میخوره. همه اینا رو بریزی دور، شما اینجا بهترین رستوران کازابلانکا، برو اونجا نوبت هم گیرت نمیاد که باید از 3 هفته پیش زنگ بزنی نوبت بگیری، اینا میبرتت میشونتت یه جایی، نه صندلیه نه زمینه، یه چیزایی مثل کرسی قهوه خونه ها یادتونه، چارپایای کوتاهی درست میکردن دم قهوه خونه ها، اینجوری طرف میشسته چای میخور میبره میشونتون روی اون، بعد یه دونه، یا مثل ژاپونیا تقریبا، ژاپونیا باز میز صندلیشون خوبه، خودشون میشینن رو زمین، این میزشون انقدی یه 30 سانتی 25 سانتی بالا هست. خلاصه بعد یه میزی هم میذاره جلو، یه سینی بزرگی میاره، بعد این پر خوراکه،
دستت هم حالا یعنی میشوره، آفتاب و لگن میاره دستو میشوره، یا علی مدن با دست داری میخونی. میگم آقا، دوستانم اسمش بابک بود، آقا بابک این آمریکاست، شما تو مریلند زندگی میکنی، واشنگتن بیبارو نگاه کن، اینا اینجوریه. حالا این یکی میگه آقا میخواد مزهش اینجوری باشه، اون یکی میگه نمیدونم این تبرک شده بمانه. در هر صورت این به این خاطر بود. ولی باز برگردیم CNN، فرید زکریا. من امروز راستی قرار بود ساعت 2 با آقای حسن اجلالی، بهتون اون روز گفتم اون دوستی که پیام گذاشت باعث شد که من یه زنگ به آقای حسن اجلالی بذارم، پیام ایشون رو برای اون پخش کنم، بعد به آقای حسن اجلالی بگم راستی حالا که 40 سال از انقلاب گذشته به نظر میرسه خیلی ها ناراضی هستن. دوستان این کلمه همه هیچ کس اینا را استفاده نکنید. خیلی ها ناراضی هستن. شما چی؟ شما هم از انقلاب هنوز راضی هستید؟ گفت بله ما مستقل شدیم اینا. گفتم خب پس دوشنبه بیا با هم یه صحبتی داشته باشیم تا این دوستان ببینن شما میری ورشو دعوا میکنی با هم و گدایی میکنی. آقا یه عده اصلا معتقدن، باورمندن این آقای حسن اجلایی 80 و چند ساله که از من واقعا قوی تره، دست که به من دستان خیلی بزرگه به نسبت افراد سوسول مثل ترامپ و اینا، ولی اون به من دست میده اینجوری قدرت داره و فلان، اینها باورمندن. اینها اگه یه وقت ببینن جمهوری اسلامی در خطره بلند میشن میرن. شما اگه ببینی جمهوری اسلامی در خطره و افتاده و اونی هم که خودتون میخواین سر کاره، نمیرید. چرا دروغ میگید به خودتون؟ چند تاتون میرید؟ بیان بگین دیگه. اوکی، اینم از خب خوشحالم آقای مستشاری هم اینجا هستن. آقا ما تو شیراز هم مستشاری داریم، شما از اون مستشارهای شیراز هستید یا از جای دیگه ایران؟ در اصل از شما ممنون و متشکرم که با ما هستید. و ایشون اگه توی صفحش برید یک رستورانی داره به نام فلیم. فلیم آتش نیست، فلیم شعلش هست، آتش میشه فیر، این فیر، این فلیم بالاتر از آتش، اول آتیشو به پا کرده حالا شعله اون بالاست. برنامه‌های خوبی میذاره، به نظر میرسه که رستوران موفقی هست. همین که بتونه هنرمندای ایرانی رو بیاره و دوام داشته باشه و به چرخه، مثل که چندین سال اونجا هست، نشون میده که انسان موفقیه و انسان خوبیه که میتونه ما ایرانی‌ها رو تحمل کنه. البته من میدونم به این دوستان اگه بگیم آقا آگهی تو بزن اینجا، میگه آقا تو رو خدا ولمون کن، آگهی نخواستم. آگهی میزنیم، زور داریم کار میکنیم، طرف زنگ میزنه الو آقا شما همون هستی که تو تلویزیون مردم نشون میدن؟ ما میگیم بله، خوشحال میشیم. حالا یه نفر تبلیغمون رو دیده، آقا به این مردک چرا آگهی میدی؟ خب چرا ندم؟ آقا این مامور جمهوری اسلامیه. خب احمد، خب پوفیوس، خب پدرسگ، چه اشکالی داره که تبلیغ رقص و موزیک و موسیقی و شادی رو توی تلویزیون جمهوری اسلامی نشون بدیم؟ نمیفهمن، احمقن. اگه میفهمیدن بهتون گفتم چند سال پیش این آقای فضائل عزیزان، فرزاد عزیزانم بهش میگیم، آمد اینجا برنامه گذاشت. من دیدم آقا جوون، برنامه مجانی بهش دادم، گفتم هر کی میخواد حمایت کنه. دو تا برنامه که گذاشت یه احمقی بود، میگم من فامیلیم افتخاریه، دروغ میگه. چون یه دفعه هم زنگ میزد میگم من فامیلیم کاویانیه، فکر کنم هر تلویزیون دیگر رو داشت نگاه میکرد اسم اون موجی رو به من میگم، میگم من اونم. خلاصه یه آدم ترسو، دوز، دغلباز، افتخارش این بود که این کلا گذاشته سر آمریکایی‌ها و مادرش رو داره از مزیات و خدمات اجتماعی اینجا استفاده میکنه. خود احمقش هم از صبح تا شب نشسته تو خونه، باز اونا بهش پول میدن که این 24 سال از مادر خودش نگهداری کنه. دوستان ببینید آمریکا چه خبره، طرف پول میگیره که از مادر خودش نگهداری کنه، ولی خبر نداره. بعد وقتی نری سر کار، این تنبل تنبل تنبلی، داری عمرتو میفروشی، حتی اگه فکر کنی زرنگی و داری از اینا پول میگیری. زنگ میزد، مثلا یکی زنگ زد به این رستوران زعفران گریل آقای محمد رفی که اون موقع توی کالیفرنیا هم رستوران رضا رو داشته، کافه رضا رو داشته، و گفت که آمدم، گفتم موقع نهار بازار به اصطلاح، زنگ زد و گفتم بله بفرمایید. گفت آقا ما آنگاهی شما رو تو تلویزیون مردم دیدیم، حالا شما اینجور. گفتم ببین شما هر وقت اومدی اینجا، اولا نهار مهمون من، بعد که مشتری ها رفتن بعد از نهار میشینیم با هم صحبت میکنیم. گفت آقا من که کالیفرنیا هستم. گفت بهش گفتم آخه پدر سگ بیناموز، تو چه نوع ایرانی هستی که نشستی کالیفرنیا برنامه های اینو داری مجانی نگاه میکنی، از اونجا به من زنگ میزنی توی ویرجینیا میگی به این آگهی نده؟
دیوونش کردن. بیچاره رضا یا امیر محمد رفیع اصلا فروخت و رفت. در هر صورت این آقای مستشاری پهلوان کره چونی، من چیز بودم کرمانشاه بودم، از بس به ما اونجا میگفتن پهلوان پهلوان، ما هم دیگه واقعا بادی به قلقم هم مینداخت، فکر میکردیم پهلوان شدیم. البته خداییش هم اون لشکر 81 زرهی وقتی میمدیم تو شهر میرفتیم یه جایی همبرگر اوردر میدادیم اون وقتا، بعد خیلی جالب بود برای من، اولین بار من اینو تو آمریکا توی کرمانشاه دیدم. آقایه وقتی که میدید ما سرباز هستیم و اینا، حالا قبل از انقلاب بود، هنوز یه سال دو سالی مونده بود به این شلوغی ها و اینا، به جای یه دونه گوشت همبرگر دوتا مینداخت، بعد برامون تخمرغ هم مینداخت روش، میگو اینا رو مهمون من هستید. اینم مهمون نوازی کرمانشاهی ها. در هر صورت خیلی خوشحالم که شما با ما هستید، ممنون و متشکرم. باز برگردونمتون به سی ان ان. حالا طرف میگه آقا مردیم خفه شدیم، سر به خدا خفت نکنه تا خودم بیام با دستای خودم خفت کنم. این خانم آیلین اتفاقا داره میاد اینجا برای یه نمایش سه بالش و یک متکا، یا سه، حالا نشون میدم عکسشو. این یه دفعه من رفتم برنامه پدرش رو ببینم، برنامه آقای ویگن، و ویگن مریض شد نتونست بیاد، خانم آیلین آمد. میدونید که آیلین هم همیشه بهش میگن آیلین دختر ویگن، ژاکلین دختر ویگن، نمیدونم اینایی که اینجوریان به نظر من یک کمی دختری آدم معروف بودن به ضررشون کار کرده. در هر صورت این سعید کابوسی یادشه، چون من اون موقع برنامه آگهی های اینا رو پخش میکردم و اینها، وقتی رفتیم خفتی رفتیم سلام علیک کنیم به اون آقای رسایی بود، خواننده رسایی، و خانم اهدی هم اگه اشتباه نکنم بود، و قرار بود آقای ویگن هم ببینیم که گفتن ویگن مریض نیومده، به جاش دخترش اومده. ببخشید شوخی میکنم، میگن در مثل مناقشه نیست، گفت ای به جای شمع کافوری نشسته خرس وافوری، خب ویگن صدایی داره، گیتاری میزنه، خانم آیلین چه کار میکنه؟ گفتن نه بابا اینم هنرمنده. گفتیم خب ببینیم. وقتی که من آمدم بیرون به اونایی که اونجا بودن، حالا ببینید چقدر باید احمق باشی، خب اینایی که اینجا هستن دوستای منن، اگه دشمن منم باشن، ایرانی ها که دوست دارن جر، شما توی ایران این کارو میکردی، تو شیراز اینجوری ناخوناشون میزدن به هم، گفتن جر جر جر، یعنی جر و دعوا بشه ما بشینیم بخندیم. من که از اونجا آمدم بیرون گفته بود این سربی من دلم میخواد این هنجرشو بجوام. گفتم بابا ما اون چی بود؟ چیه جگرخار؟ هند، هند جگرخار شنیده بودیم، ولی آیلین هنجرخار نشنیده بودیم. آفرین به شما، آفرین که در آمریکا به جگر به هنجرخاری معروف شده. همین 16 مارچ دارن میان اینجا. من اینم، برام مهم نیست که آگهیشو دادن، من الان عکسشو به شما نشون بدم، من نظر خودم رو میگم. حالا اون میخواد دوست داشته باشه، میخواد دوست نداشته باشه. اسمش چیه؟ نوشتم سه بالش یا بالش سه نفره. بله بالش سه نفره. این بذارید بهتون اینجوری بهشون بدم. سه بالش. الان گمش کردم. یادم نمیره راجع به زکریا بهتون میگم. صبر کنید. اینه پلیر دو. بله بالش سه نفره آقای علی پورتاش، خانم سحر اخوان و فرزان دلجو و آیلین ویگن. نمیدونم که این خانم سحر اخوان با اون آقای سهراب اخوان فامیل هستن یا نیستن. سهراب اخوان یکی دو هفته پیش فوت شد و روانش شاد. اینا 16 هم میان اینجا برنامه دارن. شما اگه میخواید بلیتی بخرین و تهیه کنید و اینها، هی نگید حالا شاد پدرمون فوت شد. آقا برو بخر، اگه پدرت فوت شد نرو. در هر صورت چی بگم به خدا. خب ما آمدیم و دنبال چی گشتیم؟ این برنامه فرید زکریا که لینکش رو بفرستیم برای آقای لادن و ایشون هم نظرش رو به ما بگه. هر چی گشتیم پیدا نکردیم. ما ایرانی ها هم که فوری دنبال دسیسه. گفتم آقا من فکر میکنم انقدر این مرد درست گفته که دولت آمریکا یا یک کسی به سی ان ان گفته اینو پخش نکنی یا اینو نذاری یا، ولی خبر ندارن. من توی دی وی آرم ضبطش کردم و رفتم عکس گرفتم و فیلم گرفتم و فرستادم، تا اینکه دیروز بالاخره پس از یک هفته به قول ما شیرازی ها
هنونوی کرده CNN، شق القمر آمده چیکار کرده؟ ویدیوی هفته پیش فرید زکریا رو گذاشته. حالا اینم قیچی مجانی تیکه تیکه 3 دقیقه 3 دقیقه 4 دقیقه 4 دقیقه آمده گذاشته. ما اینو که لینکشو فرستادیم دیدیم اون پایین، بذارید بهتون نشون بدم حقیقتا، بذارید ببینم send to اندیشکده، این ایمیل اندیشکده یادتون باشه، اندیشکده @outlook.com، ولی اندیشکده که هیچ نداره، هیچ نداره، نه هیچ. سلام بر همه، بر سربی هم درود، خیلی ممنون عزیزم، منم به شما سلام میکنم، دوستان هم به شما حتما درود خواهند فرستاد، درود درود مانی. خب ببینم این درست میشه کارمون با این، یا میخوام لینکی رو که برای آقای لادن فرستادم بیارم اینجا و به شما هم نشون بدم و ببینید اون زیر دیگه حرف ما رو باور میکنید، تازه باورم نکنید، تا امروز حقوق به ما میدادید دیگه قطعش کنید، تا امروز کفش برای من میفرستادید، من از داشتن زیادی کفش شبا هم با کفش میخوابم برام نفرستید. برید نگاه کنید برنامه فرید زکریا رو، ویدیوشو که گذاشتن، این پایین نوشته borrow this DVD. borrow یعنی قرض کردن. ما گفتیم چقدر خوب، ما دیگه نمیدونستیم DVD رو هم قرض میدن، مثل کتابخونه یادتونه وقتا میرفتیم فیلم میگرفتیم کتاب میگرفتیم، گفتیم ای ببینیم رو اینترنت چجوری قرض میدن. ما دیدیم میخری برنامه های پابلیک تیوی رو وقتی زنگ میزنی یا فلان میگه 30 دلار 15 دلار 20 دلار بسکی به برنامهش و اینها بهت میفروشن، ولی بارو یعنی قرض گرفتن، ببینیم چجوریه. رفتم ببینم نشته 37 دلار بده تا چند روز میتونی داشته باشی. از اون میگم خب اگه میخوای بفروشیش چی؟ باید برم ماشینمو بذارم گرو بیام یک DVD آقای فرید زکریا رو بخرم. اینا از این باشه. امروز روز فامیلی است در کانادا. امروز همه فرزندان و فرزندخوانده ها و نوگان سهگانه اینجا هستن، نوگان سگانه اینجا هستن، جای شما خالی یا سبز. ما شیرازی ها میگم جای شما سبز، دلیلش هم نمیدونم. جای شما خالی، من شنیدم باید بگن جای شما خالی نباشه، چون اگه جای شما خالی یعنی شما مردی نیستی. نمیدونم، خیلی چیزا هست که ما اصلا نمیدونیم چرا اینو میگیم چرا نمیگیم، اب نداره. خب بذار ببینم من این لینک رو میتونم براتون پیدا کنم. بله سلام، به نظرم یاد سی ان، آها پیداش کردم. نگاه کنید ببینید آمریکا، این به اصطلاح کشور کپیتالیستی، بی خود نیست این آقای رجبی میخواد همه رو بزنه بکشه، هی میگه این آمریکایی‌ها بدن بدن، ولی الان نوکرشون شده از پشتشون میخوره. بله اینو داشته باشید، کامرای دو نگاه کنید، این صفحه هست، هر کیم میخواد بگه براش لینکشو بفرستم. مثلا برنامه فرید زکریا GPS رو که Global Public Square هست، با اون Global Positioning System اشتباه نکنید، یعنی این یک میدان فلان. بعد خانم سپهرار، فخری خانم عزیزم میگه بله روز فامیلی است، تو تلویزیون مردم هر روز روز فامیلی است. گفتم تو سالها پیش یه آقای زنگ زد، آقای سوربی چرا فوش میدی، من بچه‌م اینجا نشسته. گفتم آقا چه فوشی من دادم، شاید یکی دیگه بوده اشتباهی گرفته، چون ما همه تلویزیونا هممون شکل همین، هممون که موهامون رنگ میکنیم مثل پر کلاغ، هممون که جراحی کردیم دیگه سوراخامون معلوم نیست، این سوراخ چشمونه اون سوراخ کجامونه اینا. گفت نه آقا چرا شوخی میکنی. گفتم خب حالا بگو ببینم چی گفتم. گفت گفتی نادان. گفتم خب حالا کی نشسته اونجا، چند سالشه؟ گفت پسرم 16 سالشه. گفتم پسر شما کلمه نادان رو تا حالا شنیده یا نه؟ یکم ساکت شد، گفت حتما شنیده. گفتم خب کی گفته بهش؟ شما بهش گفتی؟ تو مدرسه بهش گفتن؟ بعد اگه یه کلمه‌ای که استفاده میشه شما چرا به من میگی من استفاده نکنم؟ جامعه‌ای که به پسر شما کلمه نادان رو یاد داده، به منم یاد داده که هر روزی که دلم میخواد ازش استفاده کنم. این صندلی ما خیلی صدا میده، اب نداره. در هر صورت آقا بیننده‌ای عجیب غریبی داشتیم، این ساتلایت ما هم رسیده بودیم با آزادی بلد نبودیم، فکر میکردیم آزادی اینه که میکروفون رو دم دهن هر لو لایف و پس فطرتی بذاری هرچی اون میخواد بگه. میگفتیم بفرما، میمد فوش میداد. خب حالا دیگه
راحت شدیم، ساکتش کردیم، هر کی دوست داره پیام میذاره گوش میدیم، به نفع اون باش پخشش میکنیم، به ضرر اون باشه میندازه سطل آشغال. بله ببینید دوستان، به این میگن تایملاین. این بالا میبینید، حالا نمیدونم کوچیک به اصطلاح پیدا میشه یا نه، به این میگن تایملاین. یعنی مثلا ساعت 10:16، 10:17، 10:18، 10:19 و این آقا هست. حالا این پایین من اینو بکشم اینجوری میاد این ور اون ور. ببینید این آقا هست، این چهار قسمت رو نگاه کنید، این آقای برنارد هنری لوی و تو این برنامه گفت. حالا موضوع ما این نیست، موضوع ما اینه، نوشته بارو، قرض کنید یک DVD از این شو. ما گفتیم لابد 2-3 دلاره. وقتی زدیم کی؟ آمازون. مینیسه لون فی، یعنی ما اینو به شما قرض میدیم هزینش 25 دلاره. اگه میخوای expedited loan with the United States 45 دلاره، expedited outside of the United States 75 دلاره. یعنی اینا با پست براتون میفرستن. من نمیدونستم. خب آقا اینو بذار رو DVD آقای آمازون جف بوزو، بی خود نیست این ترامپ نادان بهت میگه بوزو، بذارش روی اینترنت برای مردم بفرست. این اطفارا دیگه چیه؟ 25 دلار بدین که پستش کنن، 45 دلار بدید که فردا برسه به دستتون. خارج از آمریکا هستید 75 دلار بدین. آقا 75 دلار بدین، خود آقای زکریا میاد اونجا، همونجا میشینه موهاش رنگ میکنه، اضافیشو میده ما هم رنگ کنیم. نه شوخی به کنار، این فرید زکریا نوشته هاش تو واشنگتن پست و اینها خیلی جالبه. در صورت اینم کلمه قرض کردن رو ما از این برنامه فهمیدیم و فهمیدیم که یک هفته طول میکشه، یک هفته طول میکشه تا اینا برنامه رو به صورت آرشیو یا بایگانی بذارن اونجا. ولی من بیچاره برنامه رو اجرا میکنم، اگر وقتی که برنامه تموم شد احتیاج به دستشویی داشته باشیم بریم دستشویی بیام، 4 نفر پیغام گذاشتن آقای سوربی چی شد، ما نشستیم منتظر بازپخشش از یوتیوب. میگم بابا صبر کنید دیگه، این وقتی دیگه بالای 60 میشی، یادتون اون وقتا میگفت منتظر نشو زور بزن، میگم منتظر فلانت نشو زور بزن. در هر صورت ببخشید دیگه، این برنامه خودمونیه، هی تیتیش مامانی هم برای من در نیارید، همتون از من بدترید. تو مهمونیات دیدمتون، مخصوصا خانم ها، اگر یه دفعه شما تصادفاً میرید یه جایی مشروب بردارین، لیوان چایی بردارین و این قسمت خانما نشستن، اولا این خانما آقایون که جدا میشن، خود خانما جدا میکنن، دلیلش هم اینه که میخوان جوکای بد بد بگن. حالا دیگه برای ما فیلم بازی نکنید، اوکی؟ اگرم بچه 16 ساله‌ای دارید که هنوز نمیدونه نادان چیه، اگه سوربی اشتباهاً کلمه نادان رو استفاده کرد، به این بگو ببین ابو علی سینا هم به خودش گفت نادان، یا یکی دیگه بوده گفته تا بدان جا رسید دانش من که بدانم همین نادانم. یا اگر دروغگو هستی بهش بگو بابا جون قربونت برم، کلمه نادان که اون روزم من بهت گفتم یعنی چقدر گلی، قربونت برم، تو اینقدر گلی من دوست دارم بو کنمت، یعنی بوت کنم، ببخشید بفهم. وای آبروی خانم ها را نبرید. حالا شما که جامعه شناس هستید خانم جیلانی، حقیقت رو میگید، به من بگید درست گفتم یا نگفتم. خانم ها در جوک گفتن، خانم ها در شوخی کردن، خانم ها در حرف رکیک زدن چند قدم از ما مردها جلوتر هستند یا نیستند؟ اینم از این. یادش بخیر یه روز ما رفتیم فرانسه، بعد از ظهر گرمی هم بود و رفتیم منزل خانم جیلانی، دوستان دیگه ای هم بودن و ایشون یه هندونه داد به من و خانمم خوردیم. واقعا بعضی وقتا دیدی یه چیزی یادت نمیره، این هندونه که شما اونجا به ما دادی خوردیم همینجوری تو مغز منه. در اصل ممنون و متشکرم از پذیراییتون. و چی شد بالاخره تو همون خونه هستید رفتید از اونجا و جمعه با خانم دکتر بهیه جیلانی هستیم تا درباره این ماجراهایی که نشست ورشو نمیدونم دیگه چی داریم، هر روز یه خبریه. روحانی گویا رفته استان هرمزگان، وقتی صحبت میکرده مردم ول کردن اومدن بیرون، چون شروع کرده همین شعارهای دوباره مرگ بر شاه و اینها گفتن
و بعدم این جواب خامنه ای رو که گفته بود ما وقتی میگیم مرگ، من گفتم مرگ بر شاه، ببخشید مرگ بر آمریکا، گفته بوده وقتی ما میگیم مرگ بر آمریکا منظور اون مردم آمریکا نیستن. خب احمد بگو مرگ بر دولت آمریکا، یا یه جوری دیگه اسمش ببر. شما که بلدید روزه بخونید، روزه رو عوض کن که بفهمن برای چه قبری میخوان گریه کنن. بر یک نماینده اینجا که اینم یه آدم تندرو دیوانه، یا آقای کاتن همون پنبه، این گفته بود که خامنه ای تو که پیرمردی هستی و زودتر میمیری و فلان اینها، این مردم آمریکا سالها فلان اینا، گفتم احمق، این که تازه این احمق داره میگه که ما به مردم آمریکا نیستیم، ولی اون ور احمق، این ور احمق، بیچاره من و تو که این وسط وایستیم میخوایم اینا رو جدا کنیم. هیچ وقت میانجگری کردین؟ دو نفر دعواشون میشه سر یه چیز احمقانه ای، شما میری میونجا کنی، یعنی جای وسط این ده اینجوری ها اینجوری میکنی، یه مش از این میخوری یه مش از اون. گاهی وقتا آدم میگه گور پدر هر دوتون، یه مش به این میزنی یه مش به اون میزنی. میگه بله نادان یعنی میتونه دانا بشه، ولی احمق احمق میمونه. خیلی ممنون توضیحتون درست. میگه خانمه به شوهرش میگه شما مردها وقتی دور هم هستید چه حرفایی میزنید؟ شوهرش میگه همون حرفایی که شما خانمها وقتی با هم هستید میزنید. خانمش میگه واقعا شما هم خیلی بیشعور و بیتربیت هستید. اینو متوجه نشدم، این سوالیه، امریه، خبریه، علامت ها رو بذاری. بله میگن خیر رفتم از اونجا، ولی اونجا واقعا این ایرانی های اینجا همش میگن در قلب فلان، اونجا واقعا در قلب فرانسه بودید شما. هر وقت یادم با شما مصاحبه میکردم صدای 4 تا آمبولانس از این ور اونور، حالا نزدیک برج ایفل بود اصلا، اونجوری که من همین چند روزه این مترو و اینها رو یاد گرفتم. و بله وای آبروی، آها بله ولی قبول کردن ها. اول گفتن آبروی خانم ها رو نبرید. اولا یادتون باشه اگه آبروی کسی به این سربی فسقلی بره، نباید از سربی ناراحت بشه، باید از آبروی خودش ناراحت بشه که چه آبروی آبکی بوده. این جوابی که من به رضا پهلوی و مجاهدین اینا میدم، طرف میگه آقا تو تلویزیون دوزارید. میگم منظورت از تلویزیون دوزاری چیه؟ یعنی من بیننده ندارم؟ میگه بله. میگم خب احمق، من اگه بیننده ندارم تو چرا وقتتو تلف میکنی؟ میای میشینی وقتتو با من میذاری و نگرانی؟ من که خودم میگم 7 تا بیننده دارم. اینم خیلی ممنون از سعید یاد گرفتم، سعیدم از لری کینگ برای من نقل قول کرد که لری کینگ که میلیون ها نفر نگاش میکردن میگفت منو 7 تا بینندم. من میگم من 7 تا بیننده دارم، این 7 تام شاید 4 تاش همین مثل شما دشمنا باشن. تو چرا نگرانی؟ نگرانی تو از من نیست، نگرانی تو از رضا پهلوی و بی ارزگی اونه، چون تو که طرفدارشی هنوز برنامه‌ای به تو نگفته میخواد چیکار کنه. با افتخار وای میسه عکس نشون میده با خواهرش رفته ساندویچ بخوره، با افتخار عکس نشون میده تو کازینوه، با افتخار عکس نشون میده وقتی مردم ایران میگن گوشت انقدر گیرون، این مرده که دو تا چیز انقدی گذاشته گوشت. معمولا این خانوما و دختر خانوما و اینا تیتش مامانی هستن، همه ویجیتریان هستن، همه رو میخواد خودش کوفت کنه. آقا برو گد لایف، برو به قول معروف گد لایف به فارسی چی میشه بگید ببینیم. خب بله هنوز نزدیک همانجاست. آها نه، شماها که عادت کرده باشین به اون ایریا دیگه نمیتونید جای دیگه برید. الان ما یکی از مسائلمون اونجا که بودیم، خب یک کمی از واشنگتن و اینها دورتر بود، با ماشین گاز میگرفتیم میرفتیم رسیدیم خونه، ولی اینجا که هستیم این شهر وینا خیلی ترافیکش بده چون جای قدیمیه، ولی بعضیا عاشق اینجا هستن، اینا نمیتونن برن اونجا. ما که اونجا 15 سال بودیم و قبلش هم یه 11 سال دیگه بودیم، 26 سال اونجا بودیم، دوست داریم وقتی سوار ماشینی سوار ماشینی ماشین بره دیگه، هی وایس و ترمز چرا خطر برو. بعد این دیوونه هم که بعضی هاشون تو ترافیک دیوونه تر میشن. بمانه میگه که منظور خانمه این بوده که اگر مثل جمع زنان حرف میزنید حرفهای بی تربیتی بی ادبی میزنید. بله آها آره اوکی حالا فهمیدم، خیلی ممنون. نه این درسته، کاملا هم درست. برم براتون نوشته چیز رو بخونم،
ببینم چی میگه. اوکی، این از این، این از این. اوکی اوکی، ما یه نفر نوشته که وبسایتتون اینجوری و اونجوری. راستی چند روز پیش اگه آقای مصطفی زاده یا دوستانشون نگاه میکنن به آقای مصطفی زاده خبر بده. یک کسی با من تماس گرفت که آقا من وبسایت اپوزیشن تیوی که مال آقای مصطفی زاده بوده رو میخوام بفروشم. من حقیقت یکم خندم گرفت، گفتم این وبسایت از روزی که آقای مصطفی زاده با اون زحمت با اون تلاش در اون سن و سال راهش انداخت تا امروز چند تا بیننده داشته، چی کار کرده، چند تا برنامه پخش شده. ضمناً دوست عزیز، وقتی اسم یه چیزی هست چلو کبابی، شما باید چلو کبابی داشته باشید تا تابلو چلو کبابی بزنید اونجا. شما به من بگو ایرانی چه احتیاجی داره بره به مخالف، به برانداز بگه اپوزیسیون، بعد به این ایرانی ها، به اونی که تو آلمانه بگو آقا اپوزیشن یا اپوزیسیون رو اسپل کن، اون یه چی می نویسه. اونی که تو فرانسه بگو اسپل کن، یه چی دیگه می نویسه. خود من هر وقت میزنم یه وقت فکر کنم مثل منشن به اصطلاح اس آی او ان، یه وقت فکر میکنم مثل information تی آی اون ان اپوزیشن، یه وقت فکر کنم دو تا پی داره، یه وقت فکر کنم دو تا اس داره. این اسم مشکلیه. بعد بهش پیشنهاد کردم شما اول یه اپوزیشن درست کن، این تلویزیون هم برای اون نگه دار. در صورت اپوزیشن تلویزیون، اپوزیشن تیوی از فور سیل. همون موقع هم بهش پیشنهاد کردم، گفتم اگه خواستی در به اصطلاح تلویزیون مردم میتونی آگهی کنی با یه مبلغ خیلی کمی. بعد ایشون گفته بود که نه من اصلا پول ندارم. گفتم این معنی درست گفت، گفت هرچی بی پول و هرچی آدمای صاف صادق و که دوز نبودن بیننده تو هستن. نه نمیدونم، مثل که ما اینجا یه صافی داریم، تلویزیون راستان، تلویزیون صادقان، تلویزیون آنستا، همه میان اینجا. بله خوبه که بخریم بفروشیم به آخوندا. چی بخریم بفروشیم؟ ایشون میگه من خیلی خیلی شهر بزرگ نشین نیستم، خونم کثیف گازوئیل هست، هوای تمیز میگه من خونم کثیف گازوئیل است، هوای تمیز نمیتونم نفس بکشم. بله خیلی خنده داره. آها، خلوتی از شیراز میگه که بخریم بفروشیم. بخر، حالا یه چی بهت بگم، من اتفاقا همسر من بود وقتی داشتم چی میکردم، گفتم به این آقا بگم که اگه میخوای من یه 100 دلاری بهت میدم، اینم تیک چانس یعنی ریسک میکنم، 100 دلار بهت میدم میگیرم اگه کسی خواست میفروشم. بعد خانمم گفت نه بابا، اصلا به یه نفر بگی 100 دلار بی احترامیه. گفتم والا بعضی وقتا یکی من بگه آقا سر میخوام 100 دلار بهت بدم، هیچ بی احترامی هم نیست، تازه میگم اگه دلت خواست میتونی 50 دلار بدی. در هر صورت اینجوری خیلی خنده داره که یک نهاد سیاسی بخواد رسانش رو بفروشه. خلوتی اگه کار خرید فروش بلدی، مردم ریپورت دات کام اصلی مال منه، از سال 2009 من پولش دادم، من شروع کردم. بعد این دیوانه کوین کاوه هر آشغالی اسمشه بهش گفتم اگه میخوای بیا بدم بعد. گفت که نه شما ولش کن من بگیرمش. ببخشید، گفتم مگه گوزه که ولش کنم تو بگیری؟ میدونم گوز خوری، من تا ولش کنم دو نفر، سه نفر، پنج نفر رفتن اسم نوشتن، 20 دلارم گرفتن. احمد بعدم حالا من تو رو بشناسم خاک بر سر، تو کالیفرنیا اگه راست بگی من چی کار به تو دارم؟ اینا هستن اون مردم ریپورت دات نت، مواظب باشید. نه یه آگهی داره، نه از کسی پول میخواد. به شما چرا اخبار میده، چرا چیز میده؟ برای که اینفورمیشناتونو میگیرن، اینا بلدم هستن، ست میکنن تمام چیزای شما رو میگیرن، آی پی اس فامیل تو کامپیوتر همه مابله. ولی مردم ریپورت دات کام مال منه، اگه خواستی یه مشتری پیدا کن، 100 دلاری 25 درصدش به تو میدیم. دیگه اشتباهه اگه بگیم 100 دلاری 25 دلار، خیلی خفن میشه، بد میشه. خفن خوبه. بعد برنامه قبلی من رو ببینید با آقای حسن شهباز که بیچاره بلند شده دانشجو بوده رفته عراق، گفته بریم زیارت و فلان اینها. وقتی رفته اونجا میگه تاکسی ها می اومدن دم این زیارت خونه ها فریاد می زدن اشرف اشرف. ما اول گفتیم اشرف کیه، بعد به اون گفتن این کمپ مجاهدینه. بعد گفتیم خب بریم ببینیم.
حالا بعدا معلوم شده این راننده تاکسی ها از مجاهدین پول میگیرن که افراد رو ببرن اونجا، اونا هم وقتی اینا میرن باهاشون خوش برخوردی و فلان، اینا طرف رو نگه داشتن به همین نام و نشان، زیارت حضرت علی و امام حسین و فلان بیسار. 15 سال این بنده خدا توی سازمان بوده، از که از موقع بعد از چی بوده دیگه، بعد از صدام تا حالا. بله. و اونی که میگی یه نهاد سیاسی بخواد رسانش رو بفروشه، قربونت برم بیا وایسا اینجا دم کپیتال، اینجا کم مونده شلوارشون هم بفروشن. حالا شما دور وایسادی فکر میکنی، ضمناً این بنده خدا نهاد سیاسی نیست، این آقای مصطفی زاده وقتی آمد یه چند تا برنامه گذاشت اینجا و اینها، به این فکر افتاد که یه تلویزیونی بذاره آزاد، همه ما اینجور هستیم. میگم آقا مگه اینجا آزاد نیستی؟ میگه چرا؟ ولی اونا نمیان تو این تلویزیون. میگم اونا کیان؟ میگه طرفدارای پادشاهی. گفتم خب همین بفهم چقدر مغزشون خرابه، ولشون کن، وقتتو تلف نکن. گوش نداد، رفت. 2 سال 3 سال وقتش رو گذاشت، هی به این خانم حرف بزن، با اون آقا حرف بزن، این با اون دعواش میشد، 2 ساعت با این، 3 ساعت با اون. آخرم این تلویزیون یه میخم نزدن. اینجا میدونی که زمین که میخوان بفرستن میخای طویله بود، میخ طویله، یه میله های انقدی میان میزنن، مز همین به اصطلاح زمینشون با آهن معلوم میشه، این کورنر با این کورنر، یک میخ بنای این تلویزیون هم زده نشد. ساعت ها روی اسکایپ و جاهای دیگه اتاقای پلتاک هی نشستن حرف زدن، ما باید برنامه که میگذاریم مشورت کنیم، مشورتون با این باشه اون باشه فلان، نه به هیچ جا نرسید. ولی oppositiontv.com رو راه انداخته بود. بماند اینم از این، این همه اطلاعات من به شما میدم، یه وقت کلتون منفجر نشه ماجرای پتیت. و اما در حسینی ارشاد رو باز نکردن. آقای شریعتی کجا هستی که سر از خاک بیرون بیاری و بگی این همه حقوق سواک رو گرفتی، حسینیه ارشاد رو راه انداختی، جوانای ایران رو بر طبق خواسته فرع پهلوی و شاهنشاه آریامهر به خیال خودتون از حزب و احزاب بردید به مساجد، و امروز همسر شما که مرده نمیذارن جنازش رو از اونجا رد کنن. بابا، بابای من بنده خدا یه قوم عرق خورد، جنازش رو اینجا تو مسجد، تو مسجد رودسوه، همین مسجدی که از دستش در رفتم، فرخ خوب میشناستش چون فرخ هم فارسی زندگی میکنه، بردن قشنگ گذاشتن اونجا پشت سرش، وایسادن نماز خوندن و آمدین. ولی یه دوست بابام از ایران وقتی آمد فهمید پدر من فوت شده و اینها، رفتیم اونجا با خودش یه مقدار شراب آورد و وقتی خورد، وقتی میخواست بخوره قبلش یک کمی ریخ رو زمین، اینایی که میبینید عرق خورا یه جای هستن یکم از مشروبشون میریزن زمین، میریزن برای دوستانشون که الان نیستن ولی باز هم این مشروب با اونا میخورن. ببینید دوستای قدیمی اینجوری هست، ولی من و شما که دوست امروز هستیم هر چی میگیم آقا پول بده ما بریم آبجو بخوریم، شما کافی نخور پول تو بده ما بریم به سلامتیت آبجو بخوریم، نمیدی که. ولی یه دوست که بهتون گفتم یه مبلغ خیلی چشمگیری کمک کرد، ازش بسیار ممنون و متشکر. و اما در حسینیه ارشاد باز نشد، مراسم تشییع پیکر پوران شریعت رضوی با اقتشاش همراه بود و اینها. و اما بریم سراغ این نوشته ها و ببینم که پتیک اینجا گفتم گفتگوی آقای اردشیر زاهدی تو یکی از این رادیوها، این بدبخت اردشیر زاهدی هم دیگه خیلی بدبخت شده، و میگه که آقای آریانپور فرستاده بود، آقای سهراب چمنارا فرستاده بود، پتیک جواب میده که صحبت‌های اردشیر زاهدی را شنیدم، در دقایق اول میگوید من عاشق ایران و 82 میلیون ایرانی داخل ایران هستم و همه خواهر برادرای من هستند. من میپرسم تا کنون چه قدمی در راه خیر ایران برداشته ای؟ 2 نمونه رو به ما بگو، یادآوری کن. در دقیقه 14 میگوید این ترامپ دیوانه باعث خرابکاری ایران است، ولی نامی از رضا پهلوی و دیگران که او را تشویق به جنگ با ایران میکنند نمیبرد. آقا من بهت گفتم این مردک جاکش دیگه، شما از یه آدم جاکش
انتظار داری خوب باشه. اونایی که نمیدونید جاکش چیه، بی تربیتی، پمپ، پا انداز. خب دقیقه 21 میگوید ایران نوکر نبود، پس بفرمایید نوکر چگونه است؟ آقای زاهدی. دقیقه 25 از این گزارشگر زن میپرسد پل پیروز ایران را میدانی؟ آن خانم میگوید نه. آن وقت اردشیر با آب و تاب سران سه کشور را که لقب تخمی پل پیروزی، این تخمی بد نیست، وقتی بادمجون بد بود میگفتن تخمیه، حالا ما ایرانی ها تخم میشنویم عقلمون میره اون پایین، نمیدونم چی اینجوری دیگه، عقل ما جابجا میشه، هی میره زیر شکم میاد بالای شکم. آقا وقتی یه چیز میگن این تخمیه به درد نمیخوره، یعنی مثل بادمجونیه که تخم زیاد داره، هم روغن زیاد مصرف میکنه هم آخرش هم بعضیاشون تلخ. بله میگه تا با آب و تاب سران سه کشور را که لقب تخمی پل پیروزی را به ایران دادند بازگو میکند و اسم میبرد، یکی نیست به او بگوید چشمهایت را باز کن و ببین این سه کشور با مملکت و شاه جوان و نادان و نابخرد تو چه کار کردند، اقتصاد را فلج، راه آهن نو را کهنه، قحطی عمومی که باعث مرگ همین خواهر برادر هایت شد نمودن، آن وقت تو و پدرت و این شاه چه کار کردید؟ این پتیک بهش گفتم بعض وقتا من واقعا میترسم، انقدر دقت میکنه مثل من و شما برنامه نگاه نمیکنه، با یکی رو تلفن باشه برنامه میشینه وقت میذاره، آقا من میخوام این برنامه رو ببینم، اون برنامه رو که میبینه قلم و کاغذش همیشه همراهشه. گفتم اتون اسامی 300 تا شعبه کفش ملی رو فرستاد، من هم برای خانم نیر فرستادم، ممنون و متشکر. از نوشتن اونم مثل منه، من همین جوری چی می‌نویسم، کاغذ می‌نویسم، زنگ می‌زنم به کیبل، راستی امروز کیبل ما اینجا قطع شده بود، گفتیم نکنه حالا وصل نشه، وقتی صحبت می‌کنم بعدش می‌نویسم چی شد، کی بود، چی گفت. این کارو اینایی که مأمور اف بی آی هستن بهشون آموزش میدن که انجام بدیم، والا من مأمور اف بی آی هم نبودیم، این کارا رو یاد گرفتیم، از بس اینجا بهمون دروغ گفتن، از بس نمیدونم اون یکی اسمش مایک بود اومد یه چیزی گفت، فردا که گفتیم اون یکی گفت نه اینجوری نیست، میگم آقا مایک گفته، میگه من نمیدونم اون کجاست فلان اینها، و دیگه ما یاد گرفتیم اسمشون رو بپرسیم، اگه بتونین شماره کارمندیشون رو بپرسین، حتی محلی که زنگ زدین، چون شما اینجوری فکر نکنید که ویرجینیا تلفن میزنی تو ویرجینیا جواب میدن، ویرجینیا که زنگ میزنی یه نفر از اوهایو، آیووا، یه نفر از لاس وگاس، یا یه نفر از کالیفرنیا، یه نفر آلاسکا، نمیدونم آلاسکا فکر نمیکنم این چیزای فنی و چیزاش ارزون باشه، چون زندگی کردن تو آلاسکا ارزون نیست. هوایی هم که اونم استان گرونیه، اون دوتا رو ول کنی، ولی همین 48 و اینا معمولا بهشون میگن کال سنتر که شما زنگ میزنی، که امروز صبح بسته بود. این تام جوان چقدر شباهت داره به چگوارا، یه نفری هست عکس فرخزاد رو گذاشته براش، نوشتم آقا شما عجب شباهتی داری با فرخزاد، برادر دوقلوش هستی؟ من نمیدونم چرا اینا عکس دیگران رو میذارن، البته یه نفر از من ایراد گرفت گفت آقا به همه میگی عکس تو بذار، ولی دوست سعید عکس ناصر ملک مطیع رو گذاشته، گفتم به خدا خودش هم شبیه ناصر ملک مطیعه. بله راستی چرا اینترنت قطع شده بود؟ مگه آمریکا هم قطع میشه؟ اگه اینجا بود الان 10 تا تئوری توطئه ساخته بودیم. شاهین ترکمن هستم، ای خدا خفت نکنه، آخه اسم به این قشنگی، هم شاهین هستی هم پرواز میکنی هم ترک من آن هستی، خب بنویس دیگه، مجبوریم والا تام جوان. اوکی این از این. بذار یه چی برات بگم آقای خلوتی، من بعد از شیراز سال 1984 رفتم آلمان. آلمان که رسیدم خب برام خیلی معمولی و غیر معمولی اینا نبود، چون شیرازم یه جورایی ما انقدر سیم برق نمیدیدیم، مخصوصا تو جاهای جدید بیشتر اون کانال مثلا خیابون نادر اینا تلفن ها اون زیر بود، آقا چشمت روز بعد نبینه. اومدم آمریکا این سیماره که دیدم مخصوصا من چون رشتم برق بود وحشت کردم. ما آقا یه کانالایی می‌خریدیم این سیماره می‌کردیم تو کانال تو تابلو، کانالا باز می‌شد اینجوری می‌شکست سیستم می‌اومد بیرون. به داداشم گفتم آقا این چرا اینجوریه؟ گفت آها بذار برات بگم.
این قدیما اولی که تلگراف اومد دیدی 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 دی دی کجا دیدی کجا دادی به کی دادی، گفت که طرف اومد درست بغل ریل راه آهن، چون ارزان ترین بود دیگه، چوبا رو ریختن، درخت قطع کردن، چوبا رو ریختن روی روی قطار، این که میرفت زدن و سیم کشیدن. خب تلگراف رایج شد. تی 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 تی. گفت برق که اومد، گفت آقا شما که این چوبا رو زدی، ما یه پولی بهت میدیم به جایی که ما هم بیام چوب بزنیم، این سیمه رو هم بزنیم رو این. گفت بفرما. تلفن اومد، اونم همین کاری کرد. شما برو نگاه کن AT&T American Telephone Telegram and Telephone. بعد دیگه کیبل اومد، هر چی بگی تو هوا نگاه میکنی همه سیم اینجوری، تابستون کش میاد ماشین داره رد میشه میزنه قطعش میکنه، این تابستون. زمستون درخت یخ میاد روش، درخته میاد پایین، میاد رو سیم میشکنه یخ، چند نفر کشته میشن در سال. ولی قشنگ گفتی، گفتی الان اگه ایران بود یه توطئه براش درست میکردیم که آقا این میدونی چرا امروز اینترنت خراب شده، آیت الله گوزن چوسان، چوسانی گوزانی، میدونی چی میگن اون چوسان فیسان، چوسانی فیسانی، این هم میگفتن آقا اینقدر چوسان فیسان نکن، کلمه روسی فکر کنم باشه، میگو آیت الله گوزان فلان مثلا قرار بوده بره از مملکت بیرون، اینترنت قطع کردن. حالا میبینی چی شده، مثلا یه راننده کامیونی این بده کمپرسی میدونید یا اتاق داره میره بالا اینجوری، اینو دستش کشیده نگاه نکرده بالا رو تلفن بوده، زده سیم تلفن و ملفن و اینا رو قطع. اینجا چون دو سه روز گذشته هوا یخ بندون و تو خیابونام چی ریخته بودن آماده برف، ولی برفی نیومد، ولی دیروز یه برفی میزد صداشو میفهمی حتی تو شیشه ماشین، مثل اینکه سنگ ریز بزنن، مثل بادگرد میگین چی میگین این طوفان شن، زاهدان که میرفتم اینجوری میخورد به شیشه صدا میداد، یه برف اینجوری اومد، یه سوسه برف تو شیراز میگین، ولی گویا دیشب یه جای یخ زده اینجوری. کاکس هم خودش راحت کرده بود، تلفونا رو هر چی زنگ میزدی بیزی بود و این کامپیوتر ما نشون میداد از اینجا ما وصل میشیم به اینجا، ولی از اینجا به بیرون وصل نمیشه. ضمناً کسی این مودم و راوترایی که داخل هم هست میدونه این همه چراغ برای چی گذاشتن؟ دیدید اون وقتا میگفتن شیرازی ها به همه چراغ راهنمایی میگن چراغ قرمز، انگار که ما سبز و زرد نداشتیم، ولی معمولیش چراغ راهنماییه یا چراغ ترافیک هست، ولی به فارسی چراغ راهنمایی درسته، چون به شما راهنمایی میکنه بیا، به اون یکی میگه نیا، ولی این کره خر میاد میزنه به شما تصادف میشه بمان. اینا باید علامت باشه آقا این پاور یعنی برق داره روشن. اون پایینش نوشته USDS، ولی که الان رشتم برق و اینا نمید، پایین ترش نوشته آنلاین. هر وقت من میام اینا هی داره اینجوری اینجوری میکنه، تلفن یک، تلفن دو، 5 گیگاهرتز، 2.4 گیگاهرتز. یعنی آقا اینو بگن سبز قرمز، سبز روشنه، وصلی قد خاموشی نیست. تلویزیون ها هم که نگو، اون وقتا تلویزیون تو که روشن میکردی یه نوری میداد که اون زیر کانالت ببینی چند، حالا وقتی خاموشه تلویزیون یه چراغ قرمز روشنه، وقتی میزنی این چراغه میشه آبی بازم روشنه. دیوانه هستن به خدا اینا. حالا کمپانی ها همه مختلف ها، سامسونگ، LG، سونی، همشون یه دفعه میرن توی روال بمانند، نمیدونه باره. ما تو شیراز شرکت خودمون در حال ساخت زیر گذر زرگری کابل فایبر نوری اینترنت جنوب رو زدیم، 1000 تا خدا بگم چی کارت کنه. ما یه دوستی داریم اینجا، هر وقت میگیم آقا برو از اینجا، بهش میگن میس یوتیلیتی، ببینیم تو شیراز و ایران هست یه هم چیزی یا نه. شما اینجا اگه میخوای باغچه خونت رو بکنی زنگ میزنی، مجانی هم میان میگن که برات میپاشن، از این با اسپری زرد برای اینه، قرمز برای برقه، سبز برای اونه، خط میکشن که اینجا لوله آبه، اینجا سوره یعنی فاضلابه فلانه، که شما بیل میخوای بزنی، مخصوصا این روزا که بیل میکنی که ببخشید هر نمیخوام دیگه بگم، هر از من چیستری میشین روش اینجوری میزنه و یا علی مدد به جایی که حالا بیل بزنه بیل بخوره به یه چیز سفت باشه، این که نمیفهمه، هیدرالیک میاره بالا ببینی سیم و دکل و مکل همه رو کن. این دوستمون هر وقت میگفتم آقا به میس یوتیلیتی زنگ بزن
میگو نه سربی جان، وقتی میخوره بهش میفهمیم، یا یه گازی یه جا میشکنه، یا طرف میاد بیرون میگه آقا آب خونمون قطع شد، شما اومدید اینجا کار کردید، حالا من به میس یوتیلیتی زنگ بزنم میگه فردا صبح بیا کارگران با وایسن. ببین ما اینجا هم داریم میکنیم، بله بله اینجا هم هست، ولی برخی اوقات با نقشه تطابق نداره. ای داد بیداد. خب مانی میگه که میخواد همسر پیر و پولدار پیدا کنه. کی؟ آقای مانی. شاهین ترکمان نبا، شاهین ترکمان همسرش اونا فکر کنم شیرازیه، دوتا بچه داره، اگه حالا ستا نشده باشه، درست میگم؟ نمیدونم راجع به کی حرف میزنیم. وقتی حرف میزنیم بنویسیم راجع به کی. من این ور دارم میپام، این ور میپام، یه روز یه عکسی بگیرم، یه دوربینی بردارم اینجوری نشونتون بدم جایی که من نشستم چقدر وسیله هست. و واقعا میگم، حالا بعضیا عشقشو میذارن عشق، بعضیا عشقشو میذارن پشن. شما مگر اینکه دیوانه باشی، حالا اون سعید بهبهانی معتاد بود، دیوونم بود، من عاشق این کارم، اون یکی دیگه نمیدونم شغلش این بوده، مگر اینکه دیوانه باشی خودتو بیای بذاری پشت یه میزی با این همه وسایل، اینجا یه تورچی روشن کنی اینجوری آزارت بده؟ بذار ببینم اگه این چراغ خاموش کنم چه رنگی میشم. بیا ببینم کجایی. اوه این رنگیه بدون نور استودیو، ولی خدایش من این شکلی نیستم. روشنش کنم بابا جو، روشنش کنم. کجایی کجایی؟ این کلیدایی که چراغای اینجا رو روشن میکنی. ها 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 ها. چی ها ها ها. کامنت من را بالاتر بخون. یه چیزی به شما یادتون بده. هم تو برنامه های تلویزیونی، هم تو نوشته هاتون. اینجوری باشه که همون برنامه رو اگه طرف میبینه دیگه، تلویزیون های ال ای رو نگاه کن. حالا خود منم گاهی وقتی میگم، مثلا میگم جمعه اینو گفتم، دوشنبه اینو گفتم، آقا کی وقت داره؟ ما برنامه تو رو به زور داریم نگاه میکنیم، حالا دیگه ما رو میگی برو جمعه. من اینجا الان به شما نشون بدم رفته بالا، الان مهدی خلوتی اون بالاست، تام جوان، آه شما نوشتی تام جوان، کامنت من رو بالاتر بخوان. یکی دارم، یکی داری ماشاءالله، بکنیش دوتا آقا جنست جور بشه. همین بدون نور بهتر بود. آره خرج اونم زیاد میشه، چون الان ما بیشترین مخارج این چراغ هاست که هنوزم یا LED نیستن، خیلی مصرفشون بالا هست و اینها، و چون اینترنت اونم چون باید مال بیزینس باشه و نمیدونم استاتیک آی پی داشته باشیم یه مقدار گرونتر از چیزان، ولی خرجش کمرشکن نیست، همین وقت و اینا گذاشتن و اینجوری. در صورت ممنون، همون بدون نور بهتر بود، اذیت نکن. این آقای مهبودی هم به من میگه سوربی بدون این بک‌گراند همون کتابخونه خونه خودت بهتر بود. واسه میگم خب چرا به شجره نمیگی یه کتابخونه بذاره پشت سرت و رفتی تو خودت کاراموکی کاراموکی هستش، هست کروماکی ما میگیم کاراموکی، بله استفاده میکنی، ولی به من میگی همون چی بهتره. در اصل اینه ماجرای اینم بهتون بگم، این هیچی نیست، چون بعضی از این نادانای احمق زنگ میزن آقا تو که میگویی من مأمور چیز نیستم، این استودیو با این نمیدونم بزرگی را چه کسی برای تو درست کرده. میگم احمق این ببین، این مثل پرده معرکه گیرا است، اینا اگه برداری هیچی نیست. میخوای خودم هم غیب کنم؟ ببین من این پرده را بکشم جلو خودم هم غیب میشم. بیا این یه پرده سبزی هست که ژاپنیا اول با آبی درست کردن، بهش میگفتن بلو سکرین، با همین کروماکی. از بس خارجی ها چشماشون آبیه، شما از تو سوراخ چشمشون پشت رو میدیدی. اینا آمدن اینو کردن سبز، گفتن تعداد اونایی که چشمشون سبزه کمتره. الان کامپیوتر و برنامه های ویدیو میکس به حدی پیشرفت کرده که شنیدم شما هر رنگی بذاری میتونی اون رنگو به کامپیوتر بگی این رنگو نبین، چون اصلش اینه دیگه، ما به کامپیوتر میگیم این رنگو نبین. الان نگاه کن این سبز اون روز ما نشون میدادیم، شما اگه نگاه کنی این رنگ سبز رو نمیبینه، ببینی پشتش قرمز نشون میده، در صورتی که این بالاش سبزه، ببینی حال میارنش پایین اینجوریه. در صورت اینم این ماجرا اذیتمون نکن آقا، بذار ما معرکه گرفتیم چهار نفر رو جمع کردیم بذار یه نونی در بیاریم. خب نوشتن برنامه شما ساعتش به
به بیکارها میخوره، همه سر کارن. زدی تو خال، زدی تو خال. نوشتن برنامه شما، نوشتن برنامه ثابت میکنه میخوره فلان، همین که با این پرده راهپیمایی 22 بهمن خلق میکنن. آره دیدم اون فیلم رو ولی متوجه نشدم. ببین تو استودیو وقتی هستی آقای خوشنودی، شما بهتر از من میدونی، کارهای ویدیویی انجام دادی، خیلی وقتا گوینده که وای میسه پشتش اون با کاراموکی فیلم های مختلف نشون میدن، ولی اونی که شما میگی من نمیدونم، منظور شما اینه که هیچ کس نیومده بود راهپیمایی؟ تلویزیونای کالیفرنیایی درست میگن؟ خب بهشون بگو آه هیچ کس نیومده راهپیمایی، همه منتظر شما هستن، پشیم بریم. اینجوری هم نبود. حالا ممکنه، بله نوشتم، اوکی خیلی ممنون. ماجرای ساعت برنامه من براتون تعریف کنم. من روزای شنبه و یه شنبه نهار بازرمه که کار میکنم. ما مثل آخونده از تولد تا مرگ، حالا یا ویدیو میگیریم یا عکس میگیریم. من یکی دو بارم عقد کردم، عقد میخواستن مسلمانی نباشه، به من گفتن اینو بگو میگه اینجا شما میری $50 میدی بهت اجازه میدن عقد اینا رو به ثبت برسونی. اینه که طرف میگه، مثلا توی فیلمام دیدین، میگه به وسیله یه چیز انگلیسی الان یادم رفته، باید نوشته باشم، به وسیله اجازه‌ای که این شهر به من داده من شما رو به عقد و ازدواج یکدیگر در میارم. مثل مال ایران نیست، چون من آخوندم انقدر کلم عمامه هست، کتابم میدم دست یکی دیگه بیاره. در هر صورت ما گفتیم چه روزایی برنامه بذاریم؟ گفتیم مردم دوشنبه ها برنامه بیشتر نگاه میکنن، چون یادتونه فوتبال هم دوشنبه بود، میگفتن مردم شنبه و یه شنبه و جمعه شب میرن بیرون و مهمونی و اینا خسته هستن، دوشنبه نه حال دارن نه پول دارن، همه جلو تلویزیونه. گفتیم میذاریم دوشنبه ها، هفته یه بار. ملت گفتن آقا هفته یه بار کمه، طرف معتاد اومده نشسته اونجا هر روز. گفتیم خب اون معتاد کار نمیکنه، اون میتونه، ما کار داریم، زندگی داریم. و در هر صورت شنبه و شنبه نمیتونم برنامه داشته باشم. این دو سه روزی هم که به اصطلاح انتخاب کردم به این دلیلی که صبح باید برم اول به کارهای خودم برسم. نزدیکای ظهر که میشه میام، حالا بستگی داره اون کاری که انجام دادم، دوشی که صبح گرفتم باطل شده، باید دوباره دوش بگیرم، یا با همون دوش میتونم بیام بشینم جلو شما. اینجوری این برنامه رو اجرا میکنیم. در صورت الان چند سالی هست و تلویزیون مردم یکی از بهترین بایگانی ها داره، اگر نگم بهترین بایگانی، یکی از بهترین بایگانی ها. روزی که هیچ کس از این ایرانی ها بایگانی نداشت، من شروع کردم به گواهی همین سعید بهوانی نادان و معتاد و همون کوین کلاش. در هر صورت این هم از این. آقا یه برنامه تحلیلی بذار لطفاً، بیام دهن مدعیان دروغین را سرویس بنمایم. خدا شاهده آقای شاهین ترکمان، پریروز داشتم با یه دوستی میرفتم یه سفر کوتاهی اون بر آب مریلند و برگردم، یه دفعه صحبت شد از این کشورهایی که ما حتی اسمشون رو نمیتونیم بگیم و افراد گدگدوی گدگشنه اونجا زندگی میکنن. بهش گفتم بذار یه چی برات بگم، من یه همشهری دارم، آدم جوونیه به نام شاهین ترکمان، و چند مدت پیش وقتی ما داشتیم میگفتیم آخه احمقی نژاد میری به جیبوتی پول میدی، این مرد جوان دیگه بده میگیم پسر، این مرد جوان آمد گفت سوربی به این سادگی که شما فکر میکنید نیست. گفتیم چیه؟ گفت آقا بیا این نقشه بذار جلوه این جیبوتی، نگاه کن ببین کجاست. این پدر سوختا فکر اینن که اگر درگیر آمریکا شدن تنگه هرمز رو بستن، اون بالا نمیدونم اون بغل اون فلان تنگه فلان رو داشته باشن. آقا خانم این آخوندا خیلی پدر سوخته هستن، اینا رو دست کم نگیر. هی نگو آخوند بی سواد، آخوند بی سواد پدر شاه، اونم بی سواد در ورد دیگه. بیا یه برنامه بذار، اصلا خودت دیگه این روزا که میتونی برنامه درست کنی بذار، تا من وقتی برنامه‌ام چی میشه صحبت کنم دربارش، بعد بگم حالا برید 20 دقیقه ربع ساعت نیم ساعت شاهین ترکمان درباره جیبوتی و کشورهای دیگه صحبت میکنه. اتفاقا امروز قرار بود هم آقای اجلالی بیاد که ایشون زنگ زده که من ماشینم خرابه ممکنه سه بیام، گفتم آقا من سه قرار دارم با آقای ایران بومی یه روز دیگه بیا. حالا میبینم از آقای ایران بومی هم خبری نشد، میخوای الان بیارمت ببینم اینجا هست. آهان
میگه سلام سلام، just I'm coming out of airport police، I'm okay now for interview. آخی من اصلا نگاه نکردم، بذاری زنگ بزنم ببینم هستش. آقای ایران بومی با عرض شرمندگی واقعا. بله all camera microphone access. او نباید اینجا زنگ بزنم، باید برم روی اسکایپ. این فیسبوک هم خوب همه رو تنبل کرده، از بس که زرت و زرت ازش استفاده میکنیم دیگه یادمون میره اسکایپ این کار رو انجام میداد قبلا. یه نفر اگه بلده به من بگه استفاده از فیسبوک ویدیو چت بندویت بیشتری استفاده میکنه یا استفاده از فیسبوک. من ندارم دستگاهی، یا اگه دارم هم بلد نیستم. بذار ببینیم، آقای زم و فلان مدعی هم داشتن در ایران رو داره و دست میکنه، از کجاها اطلاع میاره؟ میخوام بگم این آدما فقط قصه میگن. آره اینا اینجوری هم نیست، اینا همشون تو شیراز یادته روزا اگه کاری میکردیم گیج بودیم و اینها، میگفت آقا این پایین دوشک خوابیده. یعنی حالا داداشای بزرگش یا ننوبه ها که اون بالا خوابیدن چه کار کردن، بو گندش آمده اینجا، این گوسپیچ شده. حالا اینم همینه، اولا اگه اشتباه نکنم مثل که مغازهشو بس این آقای زم، گفت دیگه میرم، از بس پول داد به این آقای کی اسمش بیژن فرهودی و هر روزم این اومد به اون میگه خب رولا جان آقای فرهودی خجالت داره، یه عمر اینجا کراوات زدی، یه بچه آخوند تو رو مجبور میکنه کراوات نزنی. خب روح الله جان بگو ببینم چطوره، میگن فلان نه این خوشحال حال 200 دلار 100 دلار 1000 دلار 500 دلار هر چی بابت یه برنامه میگیره. ولی دیدم یه برنامه گفت که فعلا به خاطر یه برنامه‌ای نمیایم مگر مواردی که خیلی واجب و اضطراری باشه. یعنی اینا واقعا فکر میکنن دارن یه کاری انجام میدن، من فعلا نمیام چون همه چی الان طبق معموله، من فقط وقتی میام که خیلی لازم و اضطراری باشه. چی مثلا یه جا آتیش گرفته تو میای میخوای خاموشش کنی؟ این همه دروغ گفت. برگردیم به اون که پایین پا خوابیدم، این نوریزاده، اینا نوریزاده شما نگاه کن، میگه دیشب خامنه ای بود و همسرش بود و یه نفر دیگه، اون وقت میگه که اینجوری گفتن. خب یعنی یا خامنه ای به این گزارش میده، یا همسر خامنه ای، یا اون یه نفر دیگه، یا این نوریزاده زیر رخت خواب یه جای خوابیده. اصلا بابا ببخشید، من نمیخوام بگم برنامه من خیلی عالی، برنامه من که همیشه گفتم هر وقت حوصلت سر رفته میخوای مزخرف گوش کنی بیا برنامه من گوش کن. ولی اینا واقعا فکر کنن برنامه میسازن، فکر کنن مبارزن، فعالن. ببینم ایران بومی رو میتونیم داشته باشیم، یکی دو تا از کیساش برای ما بگه آقای ایران بومی. الو آقای ایران بومی سلام، با عرض معذرت چی میگفتیم آلمان انشولیگون زی. در هر صورت من اصلا درگیر برنامه شدم این ساعت سه فراموش کردم، ولی اگه شما هستی من ساکت میشم، میکروفون در اختیار شما، بفرم. الان رو خطم یعنی؟ بله بله بله. ای بابا شما زنگ می ما اینجوری هستیم دیگه، ما فل بداهه، ما به قول معروف نیستی و به هستی، به هستی و به نیستی تبدیل میکنیم. خب خیلی ممنونم که شما خبر دادی که از ایرپورت آمدی و الان هم یه دوستیم گفت اگه بخوای یه برنامه بذاریم، گفتم نه منتظر آقای ایران بومی هستم. بعد گفتم ای داد بیداد 3:16 دقیقه شده، من نگاه کنم ببینم چیه. در هر صورت بگو ببینم آقای یه چند من رسنگی بذاری چون از 5-6 ساعتی توی این اداره پلیس فرودا یه وقت وقتی گیر داده بودن و اونجا گیر کرده بودین، آمادگی ذهنی برای اینترویو ندارن. ولی اگه شما موضوعی یا دوستان شما موضوعی هستش که دوست دارن، من حاضرم سریع جواب بدم، چون پس فردام روز جهانی عدالت اجتماعی 20 فوریه، روز جهانی عدالت اجتماعی که در واقع همه مجامع دنیا مخصوصا غیر دولتی ها یعنی NGO ها تأثیر زیادی میذارن روی بحث اینکه عدالت یعنی چی، عدالت اجتماعی یعنی چی. و شما هم با برنامهتون و بینندگانتون شاید بتونید در هر جایی هستید اینو روش بمیداری فکر بکنید و روش بحث بکنید که چرا بحث عدالت همیشه
داغ و لازمه. من خیلی ممنونم، دیدم حتی اون روزم شما گفتید باید برم به اصطلاح سخنرانی دارم. اولا سوال شخصی من از شما اینه که شما در عرض 24 ساعت چند ساعت کار میکنید و از کجا این روزهای مختلف رو در میارید که امروز مثلا 11 فوریه روز جهانی زنان و دختران در علم یا در عالم در علم، بعد این باجرای اول سوال آخری جواب بدم، بگو این روزایی که مال سازمان ملل دیگه، اینا شما بغل واشنگتن هم نشستین و از توی به اصطلاح تقویم یونایتد نیشن در میاری. یونایتد نیشن باید آدم یه مقداری توجه داشته باشه و چون یه مقداری ما علاوه اجتماعی سعی میکنیم که فقط به عنوان وکیل کارمون نباشه، بلکه عدالت اجتماعی بستگی به همبستگی و هماهنگی مردم هم داره و ارزشایی که ما تولید میکنیم، یعنی ارزش کار وکالت اصل کارش تولید استقلال شهروندان و نگه داشتن حق اونا در برابر همه دولت هاست. یعنی یکی از کارهای اصلی ما اینه که دولت ها رو مرزشون رو تعیین بکنیم و بگیم به عنوان وکیل دادگستری عدالت اجتماعی و برابری حقوق و ارزش های بنیادین رو باید رعایت کنن. حالا سازوکارهای دست ما هم متاسفانه زیاد نیست و همون یه خودکار و یه قلمه با یه کاغذی که میریم با جنگ بی‌عدالتی. ممنونم. من الان دارم اون پوستری رو که شما درست کردید برای 20 فوریه World Day، روز جهانی سوشال جاستیس یا همون عدالت اجتماعی رو نشون میدم. و یک کیسی بود، یک موضوعی بود شما چند روز پیش باز به اصطلاح داشتید و این کیسای شما خیلی جالب بود، من میخواستم در اون مورد صحبت کنیم، ولی الان که شما میگید آمادگی ندارید و به اصطلاح برنامه های آتی هم باید مشغول باشید، فقط ازتون تشکر میکنم. در رابطه با این روز جهانی عدالت اجتماعی اگه صحبتی دارید بفرمایید، سعی میکنیم هفته آینده یه مقداری اگه برنامه شما هم به اصطلاح چی میگن سبکتر باشه و آسونتر باشه با شما یه برنامه داشته باشیم و امیدوارم اینترنت ما هم اینجا مشکلی نداشته باشه. ببینید روز جهانی عدالت یا عدالت اجتماعی در اختیار بخوام بگیم انگیزش برای چی بوده؟ برای اینه که مردم در همه جای دنیا جامعه بین‌المللی بیان این فرصت رو داشته باشن بحث بکنن، مخصوصا روش حرف زده بشه که آقا رفاه اجتماعی چیه، عدالت اجتماعی چیه، ما در کجا هستیم و این غر زدن و به دیگران گفتن آقا تو چرا همیشه باید در این من عدالت به وجود داری ولی خود من سعی نمی کنم، اینو انگیزه هاشو ببینیم. چون عدالت خیابون یه طرفه نیستش، دو طرفه هستش و ما میدونیم که دستخوش مشکل های زیادی میشه. یعنی اگه شما خودتون یک مقداری انصاف داشته باشین که روح عدالت انصافه، عدالت مثل کالبده، مثل بدن میمونه، خارجش داخلش انصافه و اگه ما بخوایم حق و وضعیت طبیعی این آناتومی عدالت رو بررسی کنیم باید ببینیم که خرد انسان به ما آیا اینا میگه که اگه من خودم انصاف داشته باشم یه جایی میرم دزدی نکنم، دزدی از کار، دزدی از موقعیت، رشوه گرفتن، این همه چیز دوزی حساب میشه، اگه من خودم انصاف داشته باشم همسایه‌ام هم از من یاد میگیره، بچه‌م هم از من یاد میگیره و در انتها ما میتونیم یه جامعه سالمی درست بکنیم. و در اینجا بحث اجلاس عمومی سازمان ملل این بودش که مفهوم عدالت اجتماعی در هر قسمت دنیا با هم متفاوته. یعنی ما اینو میدونیم که در یک قسمت دنیا مثلا در هندوستان انسان ها میرن وای میستن بعضی هاشون برای این که برای یک پولداری خدمت کنن، میگن ما اگه خدمت کنیم برای مثلا این مهاراجه در بعد از مردنمون میاییم آدم خوبی میشیم، در فکرشون دعوا اینه که کی میتونه نوکر بهتری باشه. درست؟ حالا شما اگه به یک شخصی زورکی بخواید بگید که تو آزادی، تو میتونی برابر باشی، خودش تولید مشکل میکنه، که ما در آلمان چنین مشکل‌های بسیار زیاد داریم که شما اگه به یک شخصی که انداز روحی نتونه خودش موقعیت خودش رو برابر بدونه آزادی بدین، بلافاصله مسائل زیاد اجتماعی پیش میاد. بفهمید. خیلی جالبه که طرف سعی میکنه که
بیشتر خدمت کنه تا محبوب تر باشه، به این امید که وقتی برمیگرده یا در زندگی بعدیش دستمزد بگیره. من از شما بسیار ممنونم. این ماجرای فرودگاه و 6 ساعت در اداره پلیس بودن و اینها چیزی هست که بتونیم صحبت کنیم که دوستان ازش تجربه بگیرن، چون خود من فرودگاه فرانکفورت رو باور کنید اگر نگم هر روز میتونم بگم 4 روز در هفته میرفتم و میمدم و خیلی برای من جای تفریگاه هم شده بود، چون اون پایینش فروشگاه ها و اینها بود و بهترین چیز این بود که رابطه‌مون با ایران، هر مسافری که میمد صحبت میکردیم و اینها. ماجرا رو میتونید به ما بگید یا نمیخواین چون هنوز به اصطلاح در حال پرونده ای هست که مثلا جالبه که بدونید این شخصی که مشکل داشت یک شخص آمریکایی بود و با توجه به مسئله ای که ایشون قبلا از سوریه‌ای بودن بعدا آمریکایی شده بودن و در اینجا پلیس اینجا به ایشون میگفت نکنین تابعیت آمریکایی تو جعلیه، پاسپورت جعلیه، و ایشونو به علتهای متعدد نگه داشته بودن و به معنای واقعی داشته باهاش جنگ روانی میکردن که این شخص آیا واقعا سیتیزن آمریکا هست یا نیست، و شک کرده بودن. ایشون هم باید سر وقت میومد بیرون، خیلی 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 براش محدود بود علاوه بر زمانی. از طرف دیگه هم اتفاقی که متاسفانه خیلی برای ایرانی هم میفته، شما در ورود به کشورهای اروپایی مثلا آلمان بیش از 10,000 یورو اجازه ندونیم پول نقد همراهتون باشه. بله. و خیلی ها اینا رعایت نمی کنن و ببخشید حرفم درستی می کنم، شما میتونید بیش از 10,000 یورو هم همراهتون باشه، باید دکلر کنید. بله. باید بنویسید. مسئله اتفاق می افته و در اینجا هم اتفاق افتاده، یعنی دو تا ماجرا پیش اومده بودش که حالا شانسکی ایشون چون که دیافش به آقای ترامپ نمی خود آمریکایی وار نبود بلکه بیش از شرقی بود، دست گذاشته بودن این پلیس آلمان هم روی ایشون و این بدبخت بیچاره متاسفانه بالای 10,000 یورو پول همراهش بوده، ساعتش هم 24,000 یورو تخمیم زده بودن، خود ساعتش 24,000 اورو و اینو خودش یه مشکل تو مشکل پیش اومده بود که ایشون هم البته اینا بگم عصبانی شده بود، بدرفتاری پلیس باعث شده بود که ایشون هم عکس العمل تون نشون بده و واسه همین یک جرم هم براش درست کرده بودن که با نماینده دولت یعنی با پلیس برخورد کردن و دستوری که اونا داده بودن هم انجام ندادن، یعنی در آن واحد 3 تا پرونده برای این شخص درست کرده بودن که ما باید به طور فعال این دونه دونه رو حل میکردیم و خوشبختانه در انتها تونستیم اکثر مشکل ها حل بشه و ایشون هم تونستن بیان بیرون. خیلی ممنون. میخواستم بگم این هم از همون کسایی که شما را استخدام میکنن به عنوان وکیل تسخیری، ولی وقتی گفتید ساعتش 24,000 دلار و بیشتر از 10,000 یورو با خودش آورده بود، خب احیانا امکان استخدام وکیل هم داره. خیلی خوشحالم که کارش درست شد. این درست شدن کارها موفقیت شما و بارز بودن شما را در وکالت نشون میده. دوستان، همین جوری که آقای ایران بومی اشاره کردن، اگه یه مشکلی براتون پیش میاد شما سعی کنید خونسرد باشید، حتی اگه بهتون زور میگن، چون شما که داری میبینی این داره زور میگه، هرچی شما بدتر کنی به ضرر شما میشه. در صد ممنونم که گهگاهی پرونده ها و حالاتی که پیش میاد در من اگه اجازه بدید در قسمت آخر این ماجرای وکیل تسخیری چه به حتی قانون ایرانم، بند اصل 35 قانون اساسی ایرانم اینو میگه که در همه دادگاه ها طرفین حق داشتن وکیل دارن و اینا تکرار میشه در قانون که اگه ایشون هر کسی علاوه مالی توانایی نداشته باشه مکلف هست دولت بهشون وکیلی بده که بتونه تسخیری باشه و دستمزد وکیل هم پرداخت نکنه. از این حال این در خود ایران هم چنین قانونی ما داریم، حالا در آلمان هم به جای خودشه. فقط مسئله اصلی اینه که سکوت اگر شخص بکنه و بذاره یه متخصص کارش رو درست انجام بده، این خیلی راحت تر میشه مشکل حل کرد تا اینکه اکثر عملای تندی اغلب نشون میدن. حتی تو خود آمریکا هم من یه پرونده داشتم، یه آقای چینی بودش که اینو پلیس گرفته بود و چون اکثر عمل تند نشون داده و میدونی که با شما دستون بزنه رو فرمون نباید پیاده بشین و و و و این چینی
پیره مردم بودش، این اکثر عمل اومدش رو اومده بود پیاده بشه و این پلیس هم گانش کشیده بودش رو این بدبخت بیچاره و اینم بهش برخورده بود و داد و بیداد و خب اینا هم تو آمریکا سری میگیرن، اصلا شوخی ندارن و خیلی وقتا آدم آرامشش رو نگه داره و حق سکوتش رو بدونه، میتونه افرادی که متخصص هستن بلافاصله مشکل رو حلش بکنن و در کوتاه‌ترین وقت میتونن آزاد بشن. همش برمیگرده به تخصص، همش برمیگرده که ما به موقع استفاده کنیم از تخصص دوستانی که سالها در این رشته ها زحمت کشیدن. من از شما ممنونم، امیدوارم هفته آینده بتونیم با شما باشیم. امروز هم تبریک میگم به تمام بانوان، همش که میدونین امروز هم روز زن هستش در ایران و برای ایرانیان در تمام دنیا. خیلی آقا، هر روز روز خانم هاست دیگه. خب امروز یه روز مخصوصه، روزی که در جامعه اسفندگان هستش و روز مهر ایرانیه و روز مهر ایرانیان به ایرانیه، روز مهر ایرانیان به سرزمین ایرانه و روز مهر ایرانیان با آفریننده و آفرینش و در اینجا هم روز مهر ایرانیان به مهربانو و ایزدبانو هم هستش. منم به شما و دیگر هموطنان تبریک میگم. خیلی ممنون. قربان شما، شب روز شما بخیر و همچنین به شنوندگان عزیز شما. اوقات خوش، به امید دیدار شما. مرسی. دوستان عزیز، با آقای ایران بومی بودیم، شهرام ایران بومی توی فیسبوک و این هم ایمیل آدرس و شماره تلفن دفترشون اینها. من چون سعید لطف کرد و راجع به مودم یا راوتر اینجا نوشته، براش بگم که آقا ما اینجا شرکت چیزی که اینجا فقط کار میکنه یکی ورایزن یکی کاکسه، اون شرکت های دیگه به اصطلاح نیستن اینجا، اینجا هم بازی مونوپولی هست و این راوتر اینا که داریم از کاکس به نام پانورامیک، حالا عکسش رو گرفتم اینجا الان میفرستم برای خودم که برو مردم تیو هم به شما نشون بدم، اصلا ما یلو و چیز سبز و اینا نداریم، یه چراغ سفید، خیلی گدابازی در آوردن، یه چراغ سفیده ولی تا دلت بخواد از بالا تا پایین سفیده. من شبا که اینجا میخوام چراغ خاموش کنم برم بیرون، چراغ این در رو نشون میده کجا هست، یعنی مثل چراغ قوه سینما یا آشر میگن اینا که تو سینما هستن. بذار الان اینو برای MTV بفرستم. MTV دوستان شماره تلفنش هست 202-695-2573، میتونید تکست بفرستید، میتونید پیام بذارید و با ما میتونید در تماس باشید و هیچ عذری برای تماس نگرفتن موجه نیست. و اما سوربی connection at the end of the ethernet cable is the same in all. خوب گفتی، چون من اتفاقا این خونه جدیدی که آمده ایم اینترنت مودم و اینا تو اتاق بود، بعد گفتم که نه من میخوام این سیستم مال من با سیم وصل باشه. دوستان ایشون اینی که میگه، این ته این سیمای ایترنت وقتی شما وصلش میکنی بلافاصله شروع میکنه چشمک زدن، اون چشمک زدنه به شما یه چیزایی میگه که من تا امروز نمیدونستم معنیش کدومش کانکشنه کدومش قطع اینا. بذاره من یه اکثرم بهت نشون بدم، شما به من بگو که این به اصطلاح نو مودم و راوتر بالاخره باید یه چیز داشته باشه، یه معنی داشته باشه. اینا که نمیان این همه خرج کنن لامپ و چراغ و اینها بذارن و هیچ معنی و مفهومی نداشته باشه. بیا نگاه کن، این عکس مودم ما هست. یک لحظه سلکت آل، از بالا تا پایین اولا عمودی وایساده، به اندازه یه شاهنامه فردوسیه از لحاظ قطر یا به اندازه یک قرآن اینجوری پهناش، میای بالا اینجا نوشته پانورامیک، اینجا نوشته پاور، اینجا نوشته USDS، اینجا نوشته آنلاین، اینجا نوشته 2.4GS گیگاهرتز، اینجا نوشته 5 گیگاهرتز، اینجا نوشته تلفن شماره 1، اینجا نوشته تلفن شماره 2، اینجا هم نوشته بدری که من تا امروز اینجا نمیدونستم که اینم باتری داخلی هم داره. بله، در هر صورت اینا وقتی روشنش میکنین یکم طول میکشه، این شروع میکنه هی به چشمک زدن تا این ثابت میشه، بعد چشمک زدن چشمک زدن چشمک. من باورم بر این بود که اینا هر وقت سالید و
سالید روشن چی میگه به ایرانی، چشمک نزن چشمک نزن باشه کار ما درسته، یعنی وقتی چشمک میزنه کارت خرابه. ولی امروز ما اینجا دو ساعت و نیم مشکل داشتیم تا بالاخره یه فیلمی هم پر کردم برای دوستان فرستادم در آلبانی، گفتم اگر وصل نشد یعنی میزنیم یا فردا یا به مجردی که وصل شد. آقای مجید خوشنودی میگه چراغ های راوتر، یکی چراغ پاور هست، یکی چراغ برقراری لینک هست، یکی چراغ برقراری دیتا هست، یکی چراغ وای فای هست، معمولا دو چراغ هم برای دو تا خط تلفن داره. میک سنس. ولی یه چی بهتون بگم دوستان، فکر نکنید با تلفن اگه آمدید گفتید با من که اینجا علامت وای فای دارم پس اینترنت هم کار میکنه. نه خیر، اینترنت شما کار نمیکنه، این مودمتون کار میکنه. مثل هم ماجرایی که گفتم کامپیوتر ما با مودم وصله، ولی مودم ما با کیبل دنیا و خیابون وصل نبود. و وقتی هم میرین یه صفحه هم هست میگی میخوای برات مشکلتو پیدا کنم، میگی بله، میزنی همچی که شما گیج شدی میگی ما که مشکلی ندیدیم، حالا میخوای راه های دیگه بهت بگیم، میگی بله چقدر آدمش خوبی هستین شما. وقتی میزنی میدونی اولش چیه؟ اولش میگی با دوستات تماس بگیر. شانس آوردی سعید که من صبح ساعت 5 بهت زنگ نمیزنم. بله look at the back where cable cat 5. بله این cat 5 یادم قدیما که دنبال سرعت زیاد میگه، الان دیگه ما نگران نیستی، الان نقل 1000 مگابیت پر سکند که 1 گیگابیت هست. اون وقتا که 2-3 تا میخواستیم اینا هم گدابازی در میابردن، ما میرفتیم این کیبل ها رو میگفت کت ای 5 کت ای 6 اون چنه؟ اون 20 دلار گرون تره. حالا اینا رو هر آشغالی میخری 4 تا سیم همراش میاد. دوستان عزیز ساعت 3:38 دقیقه، ببینم این تام جوان هنوز هستش شاهین، یه چند دقیقه با اون صحبت کنیم ببینیم چی میگه. میگه آقا اینا که ادعا گفت، اینا که ادعا میکنه آقای علی جوانمردی همین یه آبروی کمی هم که اینا دارن برای خودشون دارن از بین میبرن. بلند شد رفت ورشو و اون افتضاح با اون خانم بیدخت، بیدخت این یه نوشته بود نمیدونم یک نوشته بود بیمخ یک چیز اینجوری بهش میاد، حالا آمده یه ویدیو گذاشته داره کارهای اشتباهش رو توجیه میکنه. بعد میگه که ما اون آماری که گرفتیم برای رفراندوم 250,000 نفر آمدن، اونها رو به جاهایی که قرار بوده میدیم. آقا کجا قرار بوده؟ شما با کی قرار گذاشتی؟ چرا خودتون رو خراب میکنید آقای جوانمرد؟ آقا یه پولی از کردا میگیری، طرف هم میاد پشت دوربین وای میساره یا همسرته یا دوست دخترته که برای من این خیلی کار ناشیانه است، ما که اینجا دستن هستیم خودمون یه دکمه میزنیم روشن میکنیم، شما میای وای میساری را افتاد را افتاد آمد، انگار منتظر مثلا اتوبوس کرمانشاه به سنندج را افتاد آمد. آقا از این عقب افتاده سازگارا یاد بگی، خودش روشن میکنه میاد وای میسه 10 دقیقه اینجوری اینجوری میکنه، انگار با سرعت تون دست تکون میده حرف میزنه میره، تو میای اونجا. آخه این دروغا چیه تحویل مردم میدی؟ هر هفته شما میگی حکومت سقوط میکنه، خبرهای جالبی رسیده، خبر فوری، ویدیوی استثنایی. آقا برید گد لایف، شانس آوردید یه سوراخی پیدا شده وایس اف امریکا نمیدونم سال 50-60,000 دلار بهتون میده، برید خوش باشید. هر جا که مهمونی چیزی باشه ملت به شما یه احترامی میذارن، فکر میکنن حالا مثلا پخی هستی. برید آقا دنبال کارتون، ویدیوی بعد از ورشوشو ببینید، آدم دلش میسوزه برای این جوون. بله رفتیم اونجا و فکر نکنید هر کسی یک پرچم آورد اینها طرفدار رضا پهلوی هستن، اینها مأمور جمهوری اسلامی هستن. خدایا اینی که ما 30 سال پیش گفتیم احمقا، هر کی پرچم گرفت دستش فکر نکنید که این اونی که میخواد مأمور باشه، اونی که میخواد مزدور باشه، به صورت مخالف که نمیاد با تو حرف بزنه، به صورت دوستت میاد. آقا برید فیلمای قدیمی دوره شاه رو ببینید، اون وقتا وقتی زورشون به یه پهلوانی، به یه جاهلی، به یه بزن بهادری نمیرسید، باهاش دوست میشدن، ببرن عرقش بدن بعد بزنن تو سرش. خانم بی دخت بی مخه نمیدونم چی چی احمق کامران قاطری از اینجا بلند میشه میاد زن و بچهش ول میکنه، خب اونجا میای تو میپری فوری زیر پاش اون سوارت میشه،
بعدم میگه برده من جند خونه، آخه برو خجالت بکش. آقا نیک جعفر زاده این افتخارش اینه وایساده بغل دست فرح معتاد اینجوری یه عکسی گرفته. اینا هستن. بعد دوست من اومده میگه من آقا 12,000 تا برانداز سربی، نه از اینایی که تو داری ها، برانداز. گفتم مال ما هیچ کدومش برانداز نیست، همش ماشاءالله. میگه عرق این خوردم، نمیدونم شامپاین این خوردم، امروز هم نمیدونم میخوام برم فلان جا. مال ما همه آزاد منشن. دلیلش هم اینه، دیدن آقا حریف آخونده نمیشن، بلند شدن اومدن بیرون. ببینیم هستش یا نیست. خانم بی خود ها. این بی دخت. این چه رسی گذاشته بی دخت؟ این فامیلیش اسمش فکر کنم فرناز یا فرهناز بی دخته. بعد حالا بهش میگن به دخت، بی دخت. بعدم با اون کامران قاتلی که واقعا خودش خبر کرد. راستی از کامران چه خبر؟ تام جوان هستی یا نیستی؟ آقای شاهین ما امروز چون بعد از 4 منتظر آقای مینویی معمولا مینشستیم، 2 هفته گذشته آقای مینویی گفت که میدونید بنده خدا تو این سن و سالش شرکت داره، کارگر داره، و گفت 3 تا از کارگرام یه دفعه با هم گفتن ما کار نمی کنیم. حالا یا لابد اونام نشستن ترامپ ببره حقوقشون بده یا هرچی. بعد آقای مانی خورسندی میگه بیدخت یک شهر است. یعنی چی؟ یعنی بدون دختر یا بدون درخت؟ بیدخت نمیدونم. خانم بی خود معلوم شد اون انقلاب بادکنکی که پدر زن و مال نظام بود هم نفوذی بوده. عجب عجب، واقعا خجالت آوره. خودشون اقلا خجالت بگیر. والا من اگه یه بار یه همچین گندی زده باشم، من یه بار این حمیدرضا زاکری که آمد گفت آقا شادی، گفتیم آقا این که چیه، جنبش شادی بد نیست، میگم من موزیک میخوام بذارم فلان اینا، چون آخوندها ضد شادی هن، گفتیم باشه. باور کنید هنوز از خودم خجالت میکشم که چرا من حرف یک احمق رو آمدم گذاشتم تو این بلنگو پخش کرده. ولی اینا هر روز یه آشغالی میرسه، جنبش تو بده که من اینجا هستم، جنبش تو برو من اینجا منتظرم، جنبش تو بیا که من فردا میام، جنبش من هستم تو نیستی، جنبش پاسارگاد رفت زیر آب، جنبش پاسارگاد از آب اومد بیرون برای که خوشسالیه. کرخرا حرفشون هم یکی نیست. یه روز میگن خوشسالیه، یه روز میگن سیل آمده برده، یه روز میگن سوربی در مدارک سیاه درباره کودتای ایران نوشته که آمریکایی میخواستن بین شاه و فضل الله زاهدی یکی را انتخاب کنن، اسمش هم می نوشتن فدالله، فدالله زاهدی. بله اونم لابد دیده آقا کی، مگه کسی خر شاه بشه؟ گفته من آزادی می خوام داشته باشم. به اصطلاح اون همون شغلی که داشت موند و چیز شد. میگه ایشان پدرش استوار ارتش در شیراز بود. کی این بیدو فرناز؟ خودش هم به کار گروبان ژاندارمری میخوره. چقدر صداش بلند داد میزنه. یه دفعه به این آقای رضا زرابی دیدم، راستی رضا زرابی اسمش از کوروش دوباره کرده رضا، رضا زرابی، گفت آقا شما چرا تقدر تو مصاحبات داد میزنی؟ گفت همه هم بهم میگن ولی من همینجوری هستم. در صورت اون بیچاره هم عمر خودشو گذاشته اونجا، مادرش هم بنده خدا از اون و هی براش مینویسه و تشویق میکنه و اینا. خلاصه روزگار غریبیش نازنین. به نظر میاد تام جوانم نیستش، حتما بچه هاش از مدرسه اومدن، باید بره. ما میخواستیم به شما کلک بزنیم، تام جوان بذاریم سر کار، خودمون یه آب نبات گلو درد بندازیم بالا. حالا که اون نیست ما کار خودمون انجام میدیم. بله خب بذارید ببینم دیگه براتون چی نوشتم. حسینیه رو گفتم، فرید زکریا رو گفتم، ماجرای پتیک رو گفتم، ولی نوشته هایی اینجا داریم که بخونیم ببینیم کی به کیه و کجا به کجاست. و اما لایو میگه که حمله مرگبار کشمیر، پاکستان سفیر خود را از هند فراخواست. این کشورها رو بگیم، پاکستان که چرکستانه، چون اگه پاک بود اقلا با همون هندوستان میمو. اوکی پاکستان، هند، این یکی کشمیر، یه چیز دیگه هم هست اونجا. اینا هم خدا ذلیل کنه آدم بدبخت، از این ور سیل میاد، از اون ور نمیدونم گشنگی و فلان. نمیدونی که تو هندوستان میگن خیلی ها تو خیابون دنیا میان،
تو خیابونم میمیرن. اون فیلم چی بود، اسلم لورد، نمیدونم، ماجرای خونه هایی که اصلا توی محلایی بود که توالت ندارن فلان، میلیون دلار اسلام رو، یه هم چیزی بود، یه فیلم اینجا خیلی گره، برید نگاه کنید ببینید چه خبر. حالا میگه که حمله تنش میان دو کشور هسته‌ای منطقه از روز پنجشنبه 25 بهمن در پی حمله انتحاری فردی به گروهی از اعضای غیررسمی پلیس هند در کشمیر شدت گرفت. خوان گوایدو در گفتگوی اختصاصی با یورونیوز برای ونزوئلا جانم را میدهم. خب ولی اونایی که جانتو میگیرن بعد میگن خودش گفت حاضرم جانم رو بدم کشمیر. بله اینم از این. چپ ایران 4 دهه پس از انقلاب 57 بخش اول، اتهام همدستی با آلمان نازی دلیل لغو سفر نخست وزیر لهستان به اسرائیل شد. این اسرائیل هم یک طلای نابی هست. خیلی هاشون هم شهری های ما هستن این دو. خب سوالات رو خوندیم و وضع اقتصادی و جیره‌بندی آرد. میدونید که همیشه چه در دوره شاه سابسیدی یا یارانه میگرفتن نونواها و که اقلن نون ارزون باشه به دست مردم برسه. حالا متاسفانه ببخشید من دارم این آبنبات میخورم که بتونم صحبت کنم، اینم یه آلرژی. البته من خودم باور دارم نباید لوزم رو عمل میکردم. سالها پیش رفتیم لوزه رو عمل کردیم تو شیراز، دکتر عزیزی فکر کنم، احمد عزیزی یا عزیز احمدی فکر کنم، عزیز احمد عزیزی. ما دیگه از اون روز روز خوش ندیدیم، همیشه این گلو درد و اینا اذیتو میکنه. میگن لوزه زنگ خطر گلوه. خب وضع اقتصادی اصفهان خوب نیست. آقا بگو وضع کجا خوبه، این خبر که عمومیه، وضع اقتصادی هیچ جا خوب نیست. و اما روزنامه نصف جهان، میدونید که به اصفهان میگن نصف جهان، و اما اینجا میگه جیره بندی آرد آزاد پزها، یعنی نمیدونم والا این آقای حسن شهباز حرف خوبی زد، و ماها که سالها رفتیم در سازمان مجاهدین الان حرف زدن با مردم خودمون را هم بلد نیستیم. راست میگه، ما که تازه آزاد هستیم و اینجا با ایرانی های دیگه در تماس بودیم، من بارها گفتم ارتباط ما با ایران از لحاظ فرهنگ و صحبت و اینها قطع شده. یه چیزای ایران میگن مثلا من و شما به ندرت بتونیم این کلمه خفن، اون که دیگه انتهای یه چیز هم میگه، اون که دیگه آخرشه یه چیز دیگه میگه، اندشه، اینا رو استفاده کنیم، ولی رایج شد. و اما this highly educated gentleman is آها دیدید تو مهمونی ها همه ما میشینیم میگیم آقا این آمریکایی‌ها که خرن، بعضی هاشون هم واقعا خرن، یعنی کاری به هیچی نداره. دنیا که میاد اولا از شهر خودش ممکنه بیرونتر نرفته باشه، حالا رفته دوتا استان، اگه بهش میگی از اینجا برو خارج، میگی میخوای برم سرمو ببرم، فکر کنه همه دنیا چشمشون بازه منتظر این آقای ردنک که ایشون بره اونجا اینو گروگان بگیرن. میگیرن بمانه. بعد از خودمون میپرسیم پس چجوریه این آمریکا که اینقدر آدم کم سواد نادان، اینایی که بیس ترامپ هستن، اولا 6 تاشون میذاری بغل هم 32 تا دندون نداره، 6 تاش با هم 12 تا دندون داره، از بس از بچگی تنباکو خورد. این از خودمون میپرسیم چجوری اینا پس آمریکا اینجوری شده سوپر پاور و اینها. این آقای دانشمند دکتر میچیو کاکو، اینم کاکوه دیگه، جوابش میده. اینو من قبلا هم پخش کردم، الان براتون پخش میکنم تا این آب نبات ما هم آب بشه، گلمون خوب بشه و ببینید این رازشه. یک لحظه صبر کنید. میگه من یک اختلاف نظری دارم. ببینیم اختلاف نظر ایشون با اون صاحب برنامه در چیست. بفرمایید. این ببینید صداش باز کنم.
این هم صدا. Are you seeing? Yeah. First of all, let me say that science is the engine of prosperity. From steam power to electricity to the laser to the transistor to the computer. That's not true. We're talking technology. About. Hey, it's technology. Hey, can I have my? Sure. You had your say. Let me have my say. Yep. However, the information revolution has a weakness, and the weakness is precisely the educational system. The United States has the worst educational system known to science. Our graduates compete regularly at the level of third world countries. So how come the scientific establishment of the United States doesn't collapse? If we're producing a generation of dummies, if the stupid index of America keeps rising every year, just watch network television and reality shows, right? How come the scientific establishment of the United States doesn't collapse? Let me tell you something. Some of you may not know this. America has a secret weapon. That secret weapon is the H-1B. Without the H-1B, the scientific establishment of this country would collapse. Forget about Google. Forget about Silicon Valley. There would be no Silicon Valley without the H-1B. And you know what the H-1B is? It's the genius visa, okay? You realize that in the United States, 50% of all PhD candidates are foreign-born. At my system, one of the biggest in the United States, 100% of the PhD candidates are foreign-born. The United States is a magnet sucking up all the brains of the world, but now the brains are going back. They're going back to China. They're going back to India. And people are saying, oh my God, there's a Silicon Valley in India now. Oh my God, there's a Silicon Valley in China. Duh. Where did it come from? It came from the United States. So don't tell me that science isn't the engine of prosperity. You remove the H-1B visa and you collapse the economy. Then Wall Street Journal editorialized against a congressman who wanted to ban the H-1B, saying they'll take jobs away from the American people. The Wall Street Journal said, look, there are no Americans who can take these jobs. These are at the highest level of high technology. They don't take away jobs for Americans. They create entire industries. خب مشکل ما رو حل کرد، نشون میده کارهای پایین رو آمریکایی‌ها انجام نمیدن، اسپانیش‌ها باید بیان اینجا. اسپانیش‌ها کارهای بالا رو هم آمریکایی‌ها دانش ندارن، خارجی‌ها باید بیان اینجا. پس این ترامپ یه نفر بهش بگه shut up and dance، برای که نمیدونه، میگه آقا این ویزا رو شما، ویزایی که به جینیس نابغه ها، دیدید اصلا یه افرادی هستن اینجا، من دوستان ایرانی دارم، کارشون اینه که دانشگاه چیه؟ علم و صنعت بوده اون وقتا، آریامهر، علم و صنعت، الان یه چیزای دیگه شده. اینا نابغه ها رو برمیدارن میارن اینجا. میره با دانشگاه صحبت میکنه، میگه آقا این بدبخت پدر مادرش با خون جگر اینو بزرگ کردن، دانشگاه ایران هم مجانی پول داده رفته دانشگاه، الان نابغه است بیارش اینجا. اونم که میاد اینجا خوشحاله که ما 4000 دلار بهش میدن، ما 5000 دلار بهش میدن. اینجا شما اگه تعمیر کار آب گرم کن باشی، ما 6000 دلار گیرت میاد. اون وقت پروفسور ما، پی اچ دی ما، میارنش از ایران اینجا، ما 5000 دلار بهش میدن. توی دانشگاه میذارنش استاد دانشگاه، استادیار دانشگاه. این میگه حالا شما اومدین این ویزا رو دانشگاه شریف، خانم جیلانی ماشاءالله همه چی میدونه، خیلی ممنون. بله اون بالا هم من سوال کردم، خانم جیلانی نوشت کشمیر، ولی فرخ نوشت که این هندوستان، پاکستان، بنگلادش. من دنبال بنگلادش هم میگشتم، بنگلادش و کشمیر، خیلی ممنون. بله این هم کشورهای بدبختی که حالا هندوستان مثل که تا حالا رهبرایی که داشته خیلی ما نمیفهمیم که اون صداش در نمیاد که خیلی خراب باشن، کرابت باشن، فاسد باشن. این سعید امروز از دنده بد بلند شد، میگی سوربی تو هم که هر کی هر حرفی میزنی فکر میکنه این شیرازیه. اگه طرف بگه من فامیلیم قلی کور هست، من اول خوندمش قلی پور، گفتم اتفاق ما شیراز قلی پور هم داریم. اگه من فامیل قلی، من فامیل من قلی کور هست، شما زود میگی از اون قلی کورهای شیراز هستی که بالای فلکه جهرم مینشستن. بله مجید هم میگه دانشگاه صنعتی شریف.
بعد مجید توضیح میده، من پرسیدم این آزادپزها یعنی چی؟ میگه که آزادپزها آردی هست که با قیمت بازار آزاد نانوایی که آرد با نرخ دولتی نمیخرن و پول بیشتری برای آرد میدهن. عجب مملکتی، واقعا عجب مملکتی، ای خاک بر سرتون آخوندم که چنان گندی زدی که ملت میگن صد رحمت به اون کفندزد اولی. و اگر شما اینقدر ناموس داشتید، اینقدر شرف داشتید، اینقدر غیرت داشتید، اینقدر همیت داشتید، اینجوری نمیکرد، میمدید با مردم دنیا دوستی، پول نفت رو خرج مردم میکردید، اونام برای خودشون راحت زندگی میکرد. بله خب این از این. این فیلم که بله، شطور به یک بیماری معده مبتلا میشه که از خوردن و آشامیدن حرکت باز میمانه. شطور که دیدی مثلا یکی آب که میخوره، خود من بعد وقتا زیاد آب میخوردم، دوستان میگه آقا مثل شطور آب میخوری یا خوراک زیاد میخوره، میگن مثل شطور، چون شطور آب و خوراک میخوره و ذخیره میکنه برای بعدش. اتفاقا این آقای فیلابی اون موقعی که کمتر مجاهد بود و بیشتر با ایرانی ها ایرانی بود، تعریف میکرد، میگفت اینایی که اشتباه میکنن صبحونه میخورن، میگه ما دیگه چیزی نمیخوریم تا شام، میگفت باید تعداد بیشتر خوراک بخورید با ساعتهای نزدیکتر و اونجوری بدنتون یاد میگیره که مثل شطور ذخیره نکنه، چون به بدنی که شما گرسنگی میدی این شب هر چی خوراک گیرش میاد همه رو ذخیره میکنه. میگه این آقا این کارش درست نیست، این ممکنه فردا منو گرسنه بذاره. همه ذخیره میشه، ذخیره میشه و سیستم یاد میگیره ذخیره ذخیره میشه، همون چربی و نمیدونم اینجوری اینها. بله در هر صورت میگه که شطور وقتی این درد رو میگیره، علاجش اینه که یک مار صحرایی است در معده شطور، سم مار با آب قاطی میشه و شطور را بهبود میبخشه. باورتون میشه؟ این تجربه ها رو کی آموخته؟ فیلمشو گذاشتم، فیلم رو من دیدم، این صدای شطور و اینا اعصاب آدم رو خرد میکنه، ولی صاحبان شطور در شطور رو در دهن شطور باز میکنن، یه ماری رو میندازن تو دهنش که مجبور بشه قورت بده، این وقتی میره تو معده‌اش سم این مار با اون چیزایی که اونجا بوده به اصطلاح لابد هضم میکنه دستگاه جهاز هاضمه و درست همون میشه. خانم جیلانی میگه چاقی همون ذخیره هست، یعنی آدمای چاق ذخیرهشون زیاد. کسی داری مغزش چاق باشه؟ آقای اکبری غایب بودی. هندوستان با وجود ازدیاد جمعیت و فقر هنوز بالاترین دموکراسی دنیا را داره. اینه که من میگم پاکستان، اگه این پاکستانی ها که هرچی فساد و ترور و کثافت بازی از اونجا میاد، اگه اینا آدم بودن وایستاده بودن با همون ماجرای هندوستان و گاندی و اینا و اینجوری نمیشون. یک کشور بزرگتر این چقدر نزدیک 200 میلیون جمعیت داره، اونم که خدا بده برکت، اونم 1 میلیون داره بماند. خب این هم از این دانش شطورداری. ولی آقا شطورم میخواید داشته باشی باید دانش داشته باشی، و طرف میاد اپوزیسیون میزنه. بررسی تاریخ خطوط تصویری و میخی، تاریخ شکلگیری نخستین الفبا. یادتونه که یه دفعه ما راجع به الفبا و خط میخی و اینها صحبت کردیم و همین آقای اکبری گفت این خط میخیه، اون دوستون از خلیج فارس آمد گفت نه این خط پهلوی هست، در اصل من نمیدونم و این خط و اینها هم برای خودشون دوره‌ای داره. من ممنونم از شما خانم دکتر فخری سپهران، میگه مرسی از برنامه، مرسی از شما که آمدید و نشستید و وقت گذاشتید. امیدوارم اون برنامه‌ای که من پیشنهاد کردم به اصطلاح را بیفته و دوستان هم استفاده کنند. من باور دارم اکثر ما ایرانی ها به راهنمایی و کمک های شما احتیاج داریم، مخصوصا چون ما یکش خود من حاضر نیستیم بگیم خانم من میخوام برم روان پزشک ببینم. اولین کسی که میگه دیوونه شده خانم. ظریف، اسرائیل به دنبال جنگ است،
دوستان طرفدار ترامپ، برای که بفهمید ترامپ سیستم دولتش چقدر بده. یادتونه میگم من بهترین ها رو میارم، I bring the best. هنوز کابینش تکمیل نشده، بعد از 2 سال رفته یک خانم خبرنگاری رو آورده گذاشته سخنگوی نمیدونم وزارت فلان. حالا دیگه از بس کم دارن به این خانمه گفتن تو بی برو جز به جای نیک هیلی بود برو به جای اون خانمه. گفته اسم خانمه هست هیدر ناورد یا ناور، از پذیرش سمت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل انصراف داد. آقای برنی سندرز هم ویدیوی کارزار انتخاباتی خود را ضبط کرد. درخواست ترامپ از اروپا برای بازگرداندن و محاکمه اتباع پیوسته به داعش، و این خبرها رو من از یورو نیوز براتون میخونم. و اما چرا باقوز آخرین سنگر دانش به رغم وعده ترامپ 24 ساعته سر؟ آقا برای که وعده ترامپ بود. شما سوال میکنید چرا وعده های ترامپ؟ این تا حالا به چند تا از زناش وعده داده عمل نکردی، یکی یکی انداخته بیرون. اون روز براش جوک ساخته بودن، شبا نگاه کنید بعد از 11 جوک های اینجوری هم می گفت که من میتونستم وضعیت اضطراری اعلام نکنم، ولی خب این کار بیشتر طول میکشید. عکسش انداخته بودن تو رخت خواب با این عروسک 50 ساله، نوشته بود که من اینجا میتونستم بیشتر طولش بدم ولی میخواستم زودتر تمومش کنم. خب خاک بر سرت. اتفاقا اون دوستمون توضیح میداد گفت آقا من فکر کنم یه نفر میخواسته دهن اینو سرویس کنه، گفته بذار حالا که پول ما رو خوردی، حالا که پولای ما رو به گا دادی، حالا که فلان کردی، میذاریم سر این کار تا پدرت در بیاد. و الان وضعش خیلی بده. دیشب توی 60 مینیت برید نگاه کنید، اون کسی که بعد از اینکه رئیس FBI رو کرد بیرون، 2 نفر دیگه آمدن، یکیش جای این بود یک فلان، و طرف آمده بود مکیب. هرگز جنگ نخواهد شد. نه خانم بهیه جلالی نگی هرگز. تو آمریکا میگن never say never، هرگز نگو هرگز، چون نمیدونی چه اتفاقی میفته. اصلا کسی فکر میکرد هرگز شا بره؟ کسی فکر میکرد این اتفاقایی که میفته هرگز اینجوری بشه؟ هرگز نه نمیشه، باید مواظب بود، یا حداقل باید آمادگیشو داشت. بله داشتیم چی میگفتیم؟ بریم دیگه بستمونه، اون وقت گلمون درد میکرد، انداختیم سر گلمون، حالا دیگه بالا خونه هم کار نمیکنه. ساعت 4:04 است. آقای شاهینی ترکمان ازش خواهش میکنم یه روز دیگه با شما باشه. با آقای اجلالی گفتم حالا که ماشین شما خرابه و اینترنت ما اینجوره یه روز دیگه، ولی با خانم بهیه جیلانی روز جمعه خواهیم بود. 8 شب به ایشون گفتم، 8 شب پاریس، 2 بعد از ظهر نیویورک. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، مخصوصا اگر مخالف عقیده های من باشید. خدا میدونه همین خانم جیلانی چقدر با من مخالف، ولی هر وقت با هم هستیم صحبت میکنیم با احترام نظرات ایشون، منم نظرات خودم رو میتونم بگم. دموکراسی اینه، نه که خانم بی خود بره اونجا اونو بزنه. میزننش هم بدبخت، مثل که زدنش همین. خب آقای بیژن یگانه هم آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا نوشداروی؟ ولی بعد از مرگ سربی آمدی. تموم شد دیگه برنامه رو ببینید آقای یگانه. و اگر اون چیه بیت العدل و اینا به شما اجازه میدن، چون آقا ببخشید این بیت العدل و اینا یه جورای از مافیا بدترن، طرف میکننش بیرون، به خانوادهش میگن دیگه به این حرف نزن، این سازمان مجاهدین. اگر خواستید بازم بیاین در تلویزیون مردم صحبت کنید. آقای بیژن یگانه تنها کسی بود که گفت ما در بهائیت و این دوستان باید اگه اشکالی هست خودمون بگیم، ولی یه جوری ایشون رو هم ساکت کرده. دوست دارم ببینم چه جوری. در هر صورت دوستان عزیز، روز روزگار بر شما خوش. تلویزیون مردم همینه که میبینید، آینه اجتماع ما.
آینه گر نقش تو بنمود راز، خود شکن آینه شکستن خطاست. The reason you do not see my picture in my Facebook because it was name of the city, not person. It was Khurramshahri. Facebook changed it and I said I could not use that name. Plus there used to be 5 admins. Facebook, من فکر کنم به خاطر اینکه میخواد به دنیا نشون بده افراد زیادی اینجا هستن، قانونای خودشو هش شلش کرد، دست کم گرفت. و الا اون وقتا اگه این پروفایل شخصی بود باید عکس خود شما باشه، اگر بیزینس بود که خب بیزینس تکلیفش معلومه. و همینه که شما میتونی بری یک کسی رو ریپورت کنی فیک اکانت، فیک نیم. الان ما باید این آقای تام جوان رو بریم بگیم آقا این فیک نیم، فیک اکانت. یه دوست دیگه دارم اسمش عوض کرده، گفتم آقا شما همون هستین چون عکست همونه. گفت آره من گاهی وقتی میخوام چی بفروشم رو اینترنت، اگه بفهمن من ایرانی هستم از من چی نمیخرن. ای داده عجب روزگاری گیر افتادیم. حرف درست بزنی. گفت چی؟ نمیدونم چجوری برخصم که یه کسی ایراد نگیره. تو شیراز یه جوری بهتری میگه. دوستان عزیز ممنون که با ما بودید. در 60 مینیت درباره ترامپ رو میگفتید. آخ خیلی ممنون، چون همینجور پشت مغزم داشتم فکر میکردم. حتما برنامه 60 مینیت دیشب رو نگاه کنید، یا اگر بتونید شما لینکشو پیدا کنید بذارید اینجا، ببینید FBI درباره ترامپ چی میگه. میگه این به ما گفته بشینید نامه بنویسید که روسیه دخالت نداشته. ما گفتیم آقا روسیه دخالت داره و ننوشتیم و یکی یکی اینا رو انداخته بیرون. همین جوری هست که الان میاد دروغ میگه، میگه خیلی از مردم با من تماس گرفتن گفتن که دیوار اگه بسازی خوبه. همین جوری دروغ میگه. اون روز جمعه وقت صحبت کرد و رفت، خیلی از اینا، دکتر دیکچینی گفت آقا این مالی خولیا داره، باید یک گروه ایندیپندنت، یک گروه مستقل تشکیل بدیم که بیاد اینو معاینه کنه و اگه بشه طبق قانون متمم شماره 25 اینو دمشو بگیریم بندازیم بیرون. باورتون میشد آمریکا به این ذلت برسه؟ اون زرکوزی بود، کی بود مال فرانسه، وقتی این اومده بود من گفتم والا حالا دیگه درست دموکراسیه، ولی فرانسوی ها اسمشون، شکلشون، هیکلشون به رئیس جمهوری میخورد. این کیه؟ میدونی قطی میذاشتن زیر پاش، یه باکسی میذاشتن زیر پاش که وایسه و فلان اینا. بعد معلوم شد چقدر پول از قذافی گرفته بود. بعد خود همونم یکی از اونایی بود که باعث شد قذافی به اون وضع فجی کشته بشه. ای دیکتاتورها، حرف ما رو گوش کنید، نگاه کنید به تاریخ، ببینید چه بر سر آنان آمد. کی بود؟ انوشیروان بود؟ انوشیروان دادگر. اونم نبود آقا دادگر، انوشیروان عادل. گفت ما بارگه دادیم، این رفت ستم بر ما، بر قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذلان. البته درستش اینه که ما بارگه رو دادیم، دادیم رفت. دوستان عزیز ممنونم که یاد من آوردین که این تو 60 مینیت بوده، که بتونم اونو بگم. حتما اینا رو ببینید، گاهی وقتی بهتر نگاه های مخالف رو هم نگاه کنید. همش اونجایی که خوشتون میاد اون چیزی که میگه گوش نکنید، به به چه چه بگید. دو کلمه هم از مادر عروس بشنوید و از مخالفین. روز روزگار بر شما خوش، به امید دیدار و اینکه بتونیم با هم دیگه، حتی با اختلاف اگه داریم بتونیم با هم صحبت کنیم. مرسی. به ترتیب اجرای نقش، خاموش کنید.